عزیز کانال جدید. اصغر کریمی هستم، از استودیوی لندن در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم به همه شما عزیزان و امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، اوقات خوبی داشته باشین. برنامه امروز پخش مستقیم اختصاص داره به جبهه های مختلف مبارزه مردم با جمهوری اسلامی. منتها اجازه بدین چند خبر رو به اطلاعاتتون رسونم و بعد بریم سراغ موضوع برنامه. چند خبر مربوط به اعتراضات کارگران و وضعیت کارگران. اولین خبر مربوط به کارگران بازنشسته نساجی مازندران هست که گفته میشه 8.5 میلیارد تومان از حقوقشون رو دزدیدن، بالا کشیدن حقوق بین 2.5 تا 4 سال حقوق بازنشسته ها و سنواتشون رو ندادن و کارگران مدام اعتراض میکنن، تجمع میکنن. این مربوط به حدود بیش از 500 کارگر بازنشسته این کارخونه است که از سالهای 88 تا 91 بازنشست شدن. اخیرا دست به تجمع در تهران زدن در مقابل دفتر رئیس جمهور، از اونجا پاسشون دادن به وزارت صنعت و معدن و تجارت و کارگران هم قصد داشتن که برن جلو مجلس شورای اسلامی دست به تجمع بزنن که آخرین وضعیت رو ما هنوز اطلاعی نداریم. امیدوارم اگر کارگران مازندران یا خانواده هاشون اطلاع دارن تماس بگیرن و جزئیات بیشتری رو به اطلاع بینندگان برسونن. گفته میشه که یک سال کارخونه بازگشایی شده مجددن و سوداوری بالایی داره، ولی علارغم این حقوق کارگر رو پرداخت نمیشه. خبر دیگه مربوط به کمک هزینه مسکن کارگران شهرداری هست که باز گفته میشه به اکثر کارگران مناطق 22 گانه شهرداری در تهران، علارغم اینکه مشمول قانون کار هستن، کمک هزینه مسکن به اکثرشون پرداخت نمیشه، به تعداد کمیشون پرداخت میشه و اونم حد اکثر 120 هزار تومان. و کارگرا خواهان این هستن که از آنجا که به کارمندان بین 120 تا 600 هزار تومان پرداخت میشه، در واقع خواست کارگرا و کارمندا اینه که حق کمک هزینه مسکن مال کارگرا و کارمندا همشون حداقل 600 هزار تومان باشه. و در شهرستان هم، این مربوط به تهرانه، در شهرستان هم که وضع بهتر از این نیست. خبر دیگه مربوط به بازرسان وزارت صنعت هست که بیش از 4 بار در یک ماه گذشته دست تجمع زدن، 3 بار در اواخر فرنیمه دوم فروردین و پریروز هم بیش از 150 نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از نقاط مختلف کشور دست به تجمع در تهران زدن تا نسبت به وضعیت استخدامشون اعتراض کنن. اعتراضشون اینه که اینا قرارداد مستقیم داشتن و الان شرکتیشون کردن و شغلشون ناامنی شغلی در واقع به این معنا دارن و اعتراض کردن. کار این بازرس ها از شهرهای مختلف همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران و برخی شهرهای دیگه به تهران اومدن. خبر دیگه مربوط به کرمانشاه است که گفته میشه طبق گزارشی 300 واحد تولیدی فعال در کرمانشاه با 60% ظرفیت کار میکنه و صدها شرکت در واقع کار نمیکنه و باعث شده بیکاری به ویژه جوانا تو این شهر ارقامش بسیار بالا باشه. از مجموع 800 واحد تولیدی استان کرمانشاه در واقع 500 تاش خوابیده و 300 تاش زیر ظرفیت کار میکنه. این چند خبر بود، اما بریم سراغ موضوع. البته اینا گوشه های کوچیکی از اعتراضاتیه که کارگرها و بخش های مختلف جامعه دارن و هر روز میشه در 20 از این خبرها رو در واقع که بعضیش منعکس میشه اینجا در موردش صحبت کرد. و یکی از جبهه های مهم مبارزه مردم در واقع همین مبارزاتیه که کارگرها در سر دستمزد، بر سر سنواتی که پرداخت نشده، کلاهبرداری های کارفرما، اجحافات وزارت کار، اخراجشون، بیکاریشون، بیمهشون، بیمه بازنشستگیشون و تمام این مسائلی که در واقع مشکلاتی که دارن، اونم بعد از 20 سال کار، 30 سال کار، 40 سال بعضن کار مواجه میشن با یه همچین وضعیتی که بازنشستگی درستی هم نداشته باشن. و یه جبهه دیگه در واقع مربوط به خود بازنشسته هاست که چندرغازی که بهشون میدن کفاف زندگیشون رو نمیده و همینجور که میبینیم مرتب در اصفهان، در
حتی همین حقوق بازنشستگی به موقع داده نمیشه. به همین دلیل کارگران زوبان، بازنشسته زوبان دائم خبرشون رو داریم پخش میکنیم، کارگران بازنشسته تهران دائم در تجمع میکنن، اعتراض میکنن و خواستاشون رو مطرح میکنن و به یه معنا بخشی از یک جبهه مهم مبارزه مردم، یعنی در واقع اکثریت عظیم مردم، جبهه اقتصادی، مبارزاتی که تو زمینه خواستای رفاهی دارن، خواستای اقتصادی دارن، دستمزد و دستمزد معوقه و افزایش دستمزد و سایر مسائل که مربوط به محیط کار یا مربوط به دستمزد یا مربوط به حقوق معوقه یا مربوط به بازنشستگی هست. و همینطور میلیون ها نفر دیگه که بیکارن و بیمه بیکاری میخوان که زندگیشون تامین بشه یا کمک هزینه مسکن میخوان، و میلیون ها زنی که دارای فرزند هستن و زنان تنها به اصطلاح که درآمدی ندارن، شغلی ندارن و یا بچه کوچیک باید نگهداری کنن و اینا معمولا دیگه یکی از محروم ترین بخشای در واقع جامعه هستن. و همینطور معلم ها، پرستارا، بخش زیادی از مهندس ها، حتی دکترا، کسایی که تحصیلات بالاتری دارن با معضلات اقتصادی دست به گریبان هستن، علارغم این که تفاوتی در حقوق ها دیده میشه، ولی یه ده 700 هزار تومان میگیرن، یه ده 1 میلیون، یه ده کمی 1 میلیون و نیم، ولی همه اینا در واقع زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و یه مشکل عظیم اقتصادی اکثریت مردم به جز قشر کوچیک مفتخور آخوند و آقازاده و کارفرماها و مدیرها و تجار، بقیه مردم این مشکل دارن و در جبهه‌های مختلف به این معنا دارن اعتراض میکنن، نارضایتیشون نشون میدن، مبارزه میکنن، پول قبضه آب و برق رو نمیدن و یا به هر حال جای شورش میکنن و به اشکال مختلف اعتراض میکنن. اما این جبهه‌های مختلف مبارزه بسیار وسیع‌تره، به این دلیل که یه حکومت پلیدی، واقعا حکومت پلید اسلامی سر کاره و اکثریت عظیم مردم از هر حقی ساقط کرده، در نتیجه مردم هم در مقابلش اعتراض میکنن. جوان بی حقوق، کودک بی حقوق، زن بی حقوق، کارگر بی حقوق، پرستار بی حقوق، بازنشسته بی حقوق، مردم حق آزادی بیان ندارن، حتی یک آب و هوای سالمی در واقع ندارن مردم، و این در شرایطی که فساد از سر و کول حکومت داره بالا میره، مقامات جمهوری اسلامی تقریبا همشون به اشکال مختلف در دزدی‌ها شرکت دارن، همشون دزدن و زندانیان هم که تکلیفشون روشنه، چه بی‌حرمتی بهشون میشه، چه شرایط غیر بهداشتی، چه شرایط دشواری و چه دادرسی‌های ناعادلانه‌ای و چه احکام ناعادلانه علیهشون صورت میگیره. این در واقع و خانواده اعدامی‌ها، خانواده جانباختگان، خانواده‌های مختلفی که به اشکال مختلف ظلم شده بهشون، به کل جامعه و به ویژه به اونا، و همه این بخش‌های مختلف جامعه که نگاه می‌کنیم اینو به اشکال مختلف در حال اعتراض هستن. گاهی گفته میشه که تو همین کانال جدید دوستان میان میگن مردم ما بی بخورن، پا نمیشن، کاری نمی‌کنن، و به نظر من این تصویر واقعی نیست. جامعه ایران بسیار زنده است. مردم به اشکال مختلف دارن اعتراض میکنن. کافی صدا و سیما به مثلا بختیاری‌ها اعتراض کنه تا در چندین استان ده‌ها هزار نفر دست به اعتراض بزنن. هوا بد میشه در نقاط مختلف کشور، جوان ها حلقه انسانی تشکیل میدن و اعتراض میکنن. زنا در ابعاد میلیونی هر روز دارن علیه حجاب و سایر تزریقاتی که بهشون میشه، محرومیت هایی که دارن، اعتراض میکنن. دانشجوها به اشکال مختلف، جوانی که حتی حق انتخاب موزیک دلخواهش نداره، لباس و آرایش دلخواه خودشو نداره، علاوه بر معضلات اقتصادی که اکثریت جوان ها دارن، ولی همشون تقریبا از یک نظر این بی‌حقوقی ها رو دارن در زمینه فرهنگی، در زمینه آزادی های سیاسی، آزادی کلن بیان، و معتقدیم به مذاهب غیر از شیعه میدونیم چه مشکلات دارن، از جمله بهایی ها یا بقیه. و به این معنا موقعی که نگاه میکنیم میبینی بجز یه قشر کوچیک مفتخور که بالای مملکت نشستن و رو همه چی چنگ انداختن و مشغول جنایت و سرکوب اکثریت مردم هستن، بقیه مردم در فشار هستن، فشارهای اقتصادی، فشارهای سیاسی و انواع فشارهای اجتماعی، و همشون یه جوری دارن مقاومت میکنن و اعتراض میکنن. بنابراین این تصویر که گاهی گفته میشه که مردم بی بخارن، کاری نمیکنن، پا نمیشن، به نظر من این تصویر واقعی نیست. جامعه ایران بسیار پرتحرک و مردم با ابتکارات مختلفی،
اعتراض میکنه. من همین امروز که می اومدم بیرون از خونه می اومدم بیرون، یه سایتی رو دیدم به اسم آزادی های پشت پرده، الان اسمش یادم رفت، مربوط به زنان. سایتی بود که همین در عرض دیروز و امروز نزدیک به 20,000 نفر فقط عضوش شده بودن و اینا معمولا دخترها و زنایی که از فرصتی استفاده کردن حجابشون رو انداختن، عکس گرفتن، فرستادن تو مدیای اجتماعی، داره پخش میشه که بگن لحظاتی بالاخره تونستیم باد به تو موامون بخوره و رد بشه و این حجاب اجباری رو بندازیم دور. و من مطمئنم تا چند روز دیگه همین سایت اینترنتی بیش از 100,000-200,000 عضو پیدا میکنه. و میخوام بگم اینا بخشی از اعتراض مردمه. شما که دارین الان به این ماهواره گوش میکنین، به این تلویزیون گوش میدین، بخشی از مقاومت و اعتراض و دهنکجی شماست به جمهوری اسلامی. میلیون ها جوونی که مذهب رو گذاشتن کنار و دهنکجی میکنن به مقدسات این حکومت و مزخرفات و خرافاتی که آخوندا دارن رواج میدن، از داستان خر دجال تا قصه عاشورا و بقیه دعاهایی که به خورد مردم میدن و جادو و جنبل هایی که میکنن، اینا بخشی از مبارزه و مقاومت مردم و بسیار بسیار مهمه. منتها من میفهمم مردمی که میان دلسوزانه میگن جامعه کسی بلند نمیشه، منظورشون اینه که این مبارزات کافی نیست، باید بلند شد و جمهوری اسلامی رو انداخت و یک باره از شرش راحت شد. صحبتشون اینه که این تک تک این عرصه‌های مبارزه خود به خود جمهوری اسلامی رو سرنگون نمیکنه و کافی نیست. این درسته، ولی بعضی وقتا تو این صحبت ها اهمیت این مبارزات کمرنگ میشه، اهمیت این مبارزات دیده نمیشه و ضرر میکنیم. اگر تصویر واقعی از این مبارزات نداشته باشیم ضرر میکنیم. باید تک تک این مبارزات رو دید، اهمیتش رو دید، فهمید که به همه ما مربوط هست و در این حال فهمید وظیفه هر کدوم از ما در قبال این مبارزه چی هست. و من امیدوارم فرصت بشه در طول برنامه راجع به بخشی از این مبارزات و صحبت بیشتری در موردش بکنم و همینطور شما اهمیت هر کدومش رو بگم، خواستایی که مردم تو زمینهای مختلف دارن بگم و بگم چجور میشه این مبارزات تقویت کرد و ربط این مبارزات با سرنگونی جمهوری اسلامی چی هست. اگر این مبارزات نبود، اگه جامعه سوت و کور بود، اگه جوانای اهواز اعتراض نمی کردن، اگه کارگرها هر روز اعتصاب نمی کردن و تجمع نداشتن، اگه دخترها و زنها مقاومت نمی کردن، اگه مردم همه مشرف شده بودن به دین مبارک اسلام و به مسجد می رفتن و منبر می رفتن، دیگه به نظرم بحثی از سرنگونی هم نبود. به نظرم اون وقت شما نمی اومدین اینجا بگین که باید پا شد و سرنگون کرد. می گفتین جامعه سوت و کوره، از سوت و کور یک دفعه مردم پا نمیشن سرنگون بکنن. نفس این که مردم اینجور می جوشه مبارزه از هر منفذ این جامعه و بخشای مختلف مردم اینجور در حال اعتراض و مقاومت هستن، باعث میشه فضایی بشه که مردم بگن که کافی نیست و باید مبارزه بیشتری صورت بگیره، باید مبارزه متحدانه صورت بگیره، باید این جمهوری اسلامی رو انداخت. بنابراین اولین اهمیت این مبارزات اینه که فضای سرنگونی رو ایجاد میکنه، توقع مردم رو میبره بالا و مردم میگن کافی نیست، چه کار بکنه. اگه نبود تازه باید میگفتیم کارگرها چرا مثلا اعتصاب نمیکنن، جوانها چرا مقاومت نمیکنن، زنها چرا اعتراض نمیکنن به بیحقوقیشون. این در واقع گوشه ای از تصویری که جامعه ایران داره به ما. سعی میکنم تو طول این برنامه و همینطور برنامه فردا به این موضوع اختصاص داره در این مورد مفصل تر صحبت بکنیم. دوست عزیز رو خط هستین، شما بفرمایید. سلام اصغر کریمی، خسته نباشین، خیلی ممنون، متشکرم دوست عزیز. بفرمایین عزیزم. مثل برنامه خوبتون، من میخواستم به حرفاتون گوش دادم، فکر کنم بهتر از این نگه، یعنی 99%ش دیگه از 99% هم گذشته که مردم ایران هیچ کدومشونو نه اسلام میخوان نه جمهوری اسلامی هم میخوان و این هیچ حرفی توش نیست. اما موانعی که باعث شده که ما نتونیم هنوز بتونیم یه صف مستقل و محکم و قوی به وجود بیاریم، موانع این مسئله رو مطرح کنیم بهتره. چون مردم ایران که مشخصه که 99% و 100%ش جمهوری اسلامی رو نمیدونم بگم، حتی 0.5% نیروش هم که پول بگیر اگه شده رژیم، اصلا از خود رژیم ناراضی هستن. پس دلش چیه که ما نتونستیم هنوز این رژیم فاشیست غیر انسانی رو سرنگون کنیم؟
موانعش چیه، اشکالات ما چیه که نتونستیم این اتحاد سراسری رو به وجود بیاریم؟ طبقه کارگر چرا نتونسته صف مستقل خودش رو به وجود بیاره؟ چرا نتونستیم مستقیما بیاد عمل کار بشه؟ این موانع رو مشخصا اسم ببرین که دلایلش چیه، اشتباهات کجاست، کمبودها کجاست، که مردم متوجه بشن این مشکلات رو حل کنن، این موانع رو حل کنن، که بتونیم راحت‌تر این ارتباط سراسری تو ایران به وجود بیاد. چون جمهوری اسلامی در حال شکست، جمهوری اسلامی در حال سرنگونی، ولی متاسفانه این پراکندگی باعث شده که این رژیم فاشیست اسلامی هنوز رو حکومت بمونه و قدرتشو به دست بگیره. این رژیم خیلی تو خالی و هیچ پوچ، یعنی قدرتی نداره، فقط متاسفانه از این ضعف پراکندگی استفاده کرده و تو هنوز تونسته به حکومتش ادامه بده. لطف کنید توی رابطه توضیحات بیشتری بدین. زندباد سوسیالیسم، موفق باشین، مرگ و نابودی برای جمهوری اسلامی. خیلی متشکرم. حتما خود شما بینندگان دیگه میتونین بیاین، شما هم در مورد اینکه چگونه میشه این مبارزات پراکنده رو متحد کرد صحبت بکنین، موانع مبارزه چی هست، چجور جمهوری اسلامی سرنگون میشه، که همین روزهای قبل تحت این عنوان برنامه داشتیم در مورد این چگونه جمهوری اسلامی میشه سرنگون کرد، و حتما من در طول برنامه در این مورد صحبت میکنم. به هر حال دوست دارم بینندگان زنگ بزنین در مورد مبارزتون، مقاومتتون در زمینهای مختلف صحبت کنیم. یک نکته که بسیار بسیار مهم هست اینه که این مبارزات رو اون کارگری که در کارخونه است بدونه، جوونی که داره علیه حجاب یا علیه اینکه آزاد نیست موزیک دلخواه خودش گوش کنه، بدونه که این مبارزه بهش مربوط است و این یه ضعف موجوده. یعنی خیلی از مردم میگن خب حالا اون مبارزش به من ربطی نداره، یا اون جوان ممکنه فکر کنه مبارزه یک کارگر داره تو کارخونه میکنه، جلو مجلس جمع میشه واسه دستمزدش، به من زیاد مربوط نیست. یا دانشجو فکر کنه که مشکل معلم ها مثلا بهش مربوط نیست، یا کسی که مشکل آب و هوا داره در اهواز فکر کنه مثلا این مشکل در یه جا دیگه زیاد مهم نیست. و به این معنا یک دلیل این که این برنامه رو گذاشتیم، یه دلیلش اینه که به مردم بگیم همه مبارزات به شما مربوط است. اولا هر بخشی از جامعه که به قول این دوستمون 99% 99% و نیم، بجز اون نیم درصد، یکی 2 میلیون در واقع مفتخوری که تو این جامعه هستن و شاید راضی هستن و تو ایران تو خارج امکانات بسیار بالایی دارن و آزادی عمل دارن، سفر میکنن، دزدی میکنن، هر کار خواستن میکنن، بقیه مردم مشکل دارن و این بقیه مردم هستن که باید بریزن حکومت رو سرنگون کنن. بنابراین مبارزه، حالا یکی به خاطر دستمزد اعتراض میکنه، انقلاب میکنه، سرنگون میکنه حکومت، میاد تو خیابون یه روزی، یکی به این دلیل که حجاب اجباری نمیخواد، یکی به دلیل که فقیره، یکی به دلیل کار نداره، یکی به دلیل که بچه‌ش رو اعدام کردن، یکی به دلیل اینکه شکنجهش کردن، یکی به دلایل مختلف مردم. در نتیجه همه مبارزات به این معنا مهمه. دو، اینکه این مبارزات جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه. اگه فقط فکر کنین که مردم به خاطر بدی آب و هوا مبارزه بکنن، خب جمهوری اسلامی نمیفته. مثلا رو امید به سرنگونش دیگه نیست. اگه فقط کارگرات کارخونه اعتراض بکنن و کسی دیگه اعتراضی نکنه، یا اگه فقط زنا مقاومت بکنن و هیچ بخش دیگه جامعه اعتراض نکنه، امید به سرنگونی نیست. به این معنا مجموعه مبارزاتی که روحیه میده به مردم، جبهه مردم رو تقویت میکنه و حکومت رو ضعیف میکنه، روحیه نیروهاشو از بین میبره و این مجموعه یه روز بالاخره تبدیل میشه به طغیان، تبدیل میشه به انقلاب برای سرنگونی. رو خط هستین دوست عزیز، بفرمایید. الو، درود به شما کریمی. درود به شما عزیزم، بفرمایید. تشکر از اینکه آقای سیار خوبی انجام میدین و جامعه رو روشن میکنید، خیلی برنامه خوبیه. ولی من یکی درست پیش یک چیزی دیدم توی یکی از این شبکه ها که ارتباط با شبکه شما نیست، اینا آمدن یه شخصی به نام آقای اوسانلو که رهبر اتحادیه کارگران خط واحد ایران بود، این یک اعتباری دریافت کرد از طرف اون شبکه تلویزیونی که افرادی که زندانی میشن بتونن از خانواده هاش رو نمایت بکنن. من پیشنهاد دیدم اگر منظور هست این در شبکه شما هم یه دورایی اگر کسایی هستن که داوطلب هستن، اعتماد دارن به این مبارزینی که شناخته شده هستن،
اینها رو هم در واقع یک چنین موجی رو وجود بیاد یا چنین شخصهایی رو در واقع معرفی بکنم به عنوان امین که به صورت اتحادیه یا انجمنی اینها بتونن پولهای رو دریافت کنن که در صورتی که نیروهای داخل ایران با مشکلات زندان و اینها مواجه شدن بتونن به خانواده هاشون کار برسانی بشه. خیلی چیز مقدسه جا فوق العاده خوب هست، خیلی میتونه در آینده ایران موثر بشه. راهای مردم ایران واقعا باید تلاشای بیشتری بشه، مردم داخل کشور هم بیشتر توجه بکنن. این هم یک پیشنهادی که اگر مورد قبول شما واقع بشه کسای داوطلب بشن در واقع یه جوری حمایت بکنن، به این چه که از نظر مالی خانواده های زندانیان دچار مریضی نشن، بتونن با شهامت بیشتری به این مبارزات ادامه بدن، فکر میکنم که بسیار موثر باشه. خیلی متشکرم، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. خب بخشی از کلن کسانی که زندانی سیاسی هستن به خاطر فعالین کارگری فیلم هستن، همین الان تو یک روز قبل از اول مهمه جمهوری اسلامی یورش برد به خانه چند تا از رهبران کارگری، آقای جمیل محمدی و جعفر عظیمزاده رو دستگیر کرد، تعداد دیگر دستگیر کرد که خوشبختانه آزاد شدن، تعدادی از کارگران فلزکارو مکانیک رو در کرج ده نفر بازداشت کرد که هنوز دست سرنوشتشون اطلاعی نیست، و همینطور تعداد دیگه از کارگرا، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رسول بوداغی، عبدالرضا قنبری، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی و کسان دیگه در زندان است. و اگر اینا بدونن اولا خانواده هاشون در مضیقن، خب ناناورشون اغلب معمولا خیلی از این خانواده ها یک نفر درآمدی داشته و کار میکرده، الان به شدت مشکل در مضیقه مالی هستن، مشکل مالی دارن، و از طرفی دوستانی که زندان هستن اگر بدونن به خانواده هاشون کمک میشه، خب لااقل به قول این دوستان با شهامت بیشتری اعتراض میکنن، و همین الان هم البته شهامت و شجاعتشون همه اینا قابل ستایش هست واقعا، ولی خب لااقل خیالشون راحت میشه، نگرانیشون کمتر میشه، یه پشتوانه میبینن، یه روحیه دیگه میبینن. و من فراخوانم علاوه بر خارج کشور خطاب به خود مردم در داخل کشور هم هست. بالاخره بعضی از مردم امکان مالی بهتری دارن، مردم شریفی هم هستن، منظورم میلیاردرها و دزدای حاکم نیست، خود مردم بخشن، بالاخره دستشون به دهنشون میرسه، امکان کمک دارن به بعضیا. دور هر کدوم از این خانواده‌های کارگری ده ها دوست و آشنا و اقوام و خواهر و برادر دارین که میتونین با بقیه تماس بگیرین. به نظر من صندوقی درست کنین، صندوق کمک به رضا شهابی، صندوق کمک به بهنام ابراهیم زاده، صندوق کمک به شاهرخ زمانی و همینطور رسول بوداغی و بقیه، صندوق دوروبریاشون، دوستاشون که اعتماد دارین به هم دیگه، 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر یک صندوق درست کنین، 50 نفر، 100 نفر دیگر رو بذارین عضوش بشن و کمک بکنن. ممکنه بعضن در ماه 1000 تومان، 10000 تومان، 50000 تومان کمک کنن، یا یک بار 50000 تومان، 100000 تومان کمک کنن. ولی اگه 50 نفر آدم جمع بشین، بالاخره خانواده رو میتونین تامین کنین که لااقل زندگیشو اداره کنه، اگر کمکی میخواد به عزیزش در زندان بکنه بتونه راحت کمک بکنه، و به نظر من کاملا امکان پذیر هست. یعنی انواع صندوق‌های مالی رو در حمایت از عزیزانتون با دوستان اطرافی که میشناسین ایجاد کنین، و هر کدوم از اونا به 4 نفر دیگه که مورد اعتماد هستن، و اگه 50 نفر 100 نفر عضو این صندوق‌ها باشن، از نظر پوشش امنیتیش هم بهتره، رژیم دستش کوتاه‌تره، نمیتونه با 50 نفر 100 نفر در بیفته، و کلا نمیتونه با این خانواده‌ها بگه چرا پول جمع کردین واسه خانواده زندانی، مطلقا نمیتونه همچین کاری بکنه. و الان دیگه جمهوری اسلامی تو اون وضعیت نمونده که بخواد با میلیون‌ها آدم ناراضی درفته و بخواد بگیرد چونو. بنابراین من پیشنهاد این دوستمون به جا میدونم، و یک فراخوانم به دوستان و دوروریای تک تک این زندانی هست. رو خط هستین عزیزم، بفرمایید. ممنونم، بفرما. اگر من میخواستم یک سوالی بکنم از ملت ایران، اونم اینه که ما نه کار خوب داریم، نه حقوق خوب داریم، نه بیمه خوب داریم، نه خونه خوب داریم، ما هیچ نداریم که این معنی کن، نه یه تفریه سالی میداریم تو خانواده همون. من که یه کارگر هم صبح زود دارم یه سرکار هم شب برمیگردم خسته و کوفته، با یه حقوق کم مجبورم بمونم از افکاری هم کنم،
چطور میگن به تفریح سالم واسه خانواده تشکیل میدن؟ این از اون بعد این مردم میخوام نمیدونم چون نمیزن بیرون شهر این دولت جمهوری اسلامی رو بکرمه. خیلی متشکر دوست عزیز، تو یک جمله تصویر درستی دادن از جامعه. نه حقوق درستی داریم، نه بیمه درستی، نه کار درستی، نه مسکن درستی، نه تفریح درستی، و در واقع 99% جامعه است که اینجور اعتراض میکنه چرا تفریح ندارم، مگه آدم نیستم، مگه کار نمیکنم، مگه زحمت نمیکشم؟ اون میلیاردرای بازار و میلیارد صاحبان کارخانه ها و صاحبان بانک ها و آقازاده ها و آیت الله مگه چه کار کردن که پول از سر کولشون باره میره؟ اینا در واقع دوستان داره جبهه های مختلف مبارزه رو میگه. مردم علیه شرایط تحصیلی که واسه بچه هاشون شرایط جهنمی که ایجاد میشه، مدارس کلنگی و نمیدونم تخریبی، تا نداشتن یه امکانات گرمایی ایمن و سالم، تا تحصیل همراه با مذهب و خرافه، به همه اینا در واقع مردم اعتراض دارن، به این وضعیت طب اعتراض دارن. شما هر گوشه و زوایا رو دست رو هر چی بذاری می‌بینی مردم ناراضی هستن و اعتراض دارن. و صحبت ما اینه که چجور میشه این مبارزات تبدیل بشه به یه جبهه قوی مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. انتظار مردم و ما اینجا صحبت مونیم چه کار بکنیم زودتر جمهوری اسلامی بره، ولی در این حال اون اتفاق میفته. انقلاب تو هیچ کشوری کسی نمیتونه جلوش بگیره، ولی در این حال هیچ حزب و سازمانی نمیتونه یه روزی رو تعیین کنه بگه امروز پاشین قیام کنین، به دلیل اینکه نیروهای مسلح سر حسن و آمادگی دارن. و منتها خود تقویت این مبارزات، یعنی اینجوری نیست که آمادگی دارن پس نمیشه. تو مصر و تونس و لیبی و نمیدونم روسیه زمان تزار که انقلاب بلشویکا یا کمونیستا انقلاب کردن، کارگرها انقلاب کردن، یا چین و سال 57 در ایران و سال 88 در ایران و صدها نمونه دیگه است. تمام دنیا، تمام کشورهایی که ظلم و ستم و فقر و بدبختی و بیحقوقی تحمیل کردن به مردم، علارغم اینکه ده ها هزار نیروی سرکوب، ژاندار و پاسبان و بسیج و سپاه و انواع ریختن سر مردم تو خیابونا، مردم بالاخره پا شدن انقلاب کردن و خودشون نجات دادن، یا لااقل یه حکومتی رو گفت میگن تونستیم بندازیم حکومت. حالا اگه نجات هم پیدا نکردن، حکومت بعدی هم خوب نبوده، ولی مردم نشون دادن که این توان رو دارن. و منتها بالاخره اون نمیشه تعیین کرد. روز سه‌شنبه انقلاب میشه، شروع میشه، ماه دیگه شروع میشه، سه ماه دیگه شروع میشه، هشت ماه دیگه شروع میشه، روشن نیست. از الان تا روزی که بالاخره این انقلاب صورت میگیره، تا شورش میشه، تا قیام میشه، ولی ما جبهه های مختلف مبارزه داریم که میتونیم تقویتش کنیم و آماده تر باشیم واسه سرنگونی. و اگر این جبهه ها تقویت بشه، مطمئن باشین اگر قراره 10 ماه دیگه انقلاب بشه، این 10 ماه میفته 4 ماه دیگه، میشه 3 ماه دیگه. و اون وقت به اضافه اینکه مردم به درجه اینکه تو این جبهه ها بهتر مبارزه کنن، خواسته و حقوق خودشون رو بهتر بشناسن، فردی حکومتی تشکیل میدن که واقعا نماینده واقعی مردم باشه و کلا نجات پیدا کنه، دوباره نیفتن دست یه حکومتی که باز فقر و بدبختی و سرکوب رو ادامه بده توی مملکت، مثل مصر. مصر از دست اخوان المسلمین، یعنی این جریان اسلامی، راحت شدن مردم، که یه پیشرفتی بود. بالاخره دیگه معلوم شد جریان اسلامی تو مصر نمیتونه کاری بشه و عمرش تموم شد این جریان اسلامی. 6 ماه سال اومد سر کار، مردم دیدن چه عجوبه هایی هستن، چه کثافاتی هستن اینا، ولی گیر کردن دست ارتش و طرفداران حکومت سابق و اعدام و بدبختی و استثمار، همه اینا همچنان ادامه داره. ولی مردم مصر دیدن قدرت خودشون رو، دیدن علارغم ده ها سال دیکتاتوری، ولی میتونن پاشن و سرنگون بکنن. و مردم ایران بسیار آماده ترن، ولی بس بر سر این که چجور این جبهه ها رو الان تقویت کنیم. ربط این جبهه ها به هم چیه، به سرنگونی چیه، به خواستمون چیه؟ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. عزیز کریمی. بله کریمی هستم، بفرمایید عزیزم. من یک کارگر فنی هستم. بله. از استان فارس صحبت می‌کنم. شاید حدود الان من 2 ساله بیکارم. دیگه چه حقوقی، چه بیمه، چه تشکیل؟ این روزگار مردم سیاه چه؟ الو؟ بله میشنوم، ادامه بدین. چه وضعی، چه روزگاری بریم مردم درست کردن؟ اینا به عنوان اسلام اومدن، این اسلام که اصلا به درد نمیخوره، به درد خود شما میخوره، شده فقط کاسبی و شما عرض کنم اون وضعیتی که خودشون بخوره، برای خودشون وجود آوردن، برای سرمایه دارا
اینا دکونشونه فقط. من الان 2 ساله بیکارم. بله. خیلی متشکر. آه ببخشین، فکر کردم تموم شد صحبتتون، قطع کردم. بله، نه بیمه ای بعد 2 سال بیکاری و نه کاری. یک خواست مردم طبعا یا کار یا بیمه بیکاری هست. و بذارین چند تا مطالبه مهم مردم رو بگم، چون اینا برخی مردم واقعا صدها جبهه دارن مردم اعتراض میکنن، از اینترنتی که فیلتر میشه و مردم به زور جوونا به ویژه زور میارن که تو از اینترنت استفاده کنن، دسترسی به فرهنگ و تمدن و ادبیات و تاریخ و علم و اینجور چیزا دسترسی پیدا کنن و از شهر فقط رسانه‌های مذهب زده عقب مونده داخل کشور راه بشن. اینا عرصه‌ای از مبارزه است، ولی من میخوام چند تا عرصه مهم مبارزه رو اینجا به ویژه روش بیشتر صحبت کنم. بفرمایید. از خیر کرمی، شبتون بخیر، خسته نباشید. شب شما بخیر، بفرما. یه خبری بود، طبق روال همیشه خبر هست از زندان‌های مختلف در ایران، یک خبر بود که من میخوام نشون بدم به مردم که این سیستم زندان، سیستم قضایی، بیمارستان و این ارتش ضد مردمی و اطلاعاتش چجوری در مقابل مردم وای میسه و چگونه هستش که یک خانواده زندانی، به نظر من وقتی اتفاق اینجوری میفته چجوری باید بقیه خانواده ها یک دست باید مبارزه کنن و اگه اعتراض خودشون هم بنابر این چیزی که من خوندم به رئیس زندان دادن، طبیعی نه، اینم بخشی از اون مافیای شکنجگر جمهوری اسلامی هست سیستم زندانش، چگونه سر کنن اطلاع رسانی کنن و یک پارچه و یک دست مبارزه کنن سر این چیزا. به نظر من نباید دیگه مردم گذشت کنن بگن که، میگم خبر رو سریع که تو دستتون بیاد جریان چی اگه اجازه بدید. بفرما خواهش میکنم. فردی به نام آرش شریفی که خوب میگن که اهل سنت تو زندان رجای شهر از مشکلات بینایی رنج میبره و مدت هاست برای درمان منتظر بوده، حالا که به کمک به اصطلاح این ارازل و باش مامورین و سربازا رفته که عکس برداری کنه، 45,000 تومان میخواستن ولی چون نداشته نه بهش اجازه دادن با خانوادهش تماس بگیره که 45,000 تومان رو تو بیمارستان پرداخت کنه، نه یعنی سربازا و همین مامورین بهش اجازه ندادن و دوباره برش گردوندن و نگاه کنید شما حتی بیمارستان آیا همچین زندانی که میره معمولا با قول و زنجیر میره، به نظر من چگونه هستش که کارکنای بیمارستان اینجور مواقع کوتاهی میکنن و همکاری لازم رو نمیکنن و اون چه سیستم کثیفیه که مردم با این سیستم آشنایی دارن 35 ساله که به خاطر 45,000 تومان که میشه حدود 10 پوند انگلیسی، حدود 18 دلار آمریکایی. حالا چرا اینو میگم؟ به خاطر که مردم درآمدشون با تومنه ولی خرجشون با دلار و این چیزاست. چگونه هستش که این جوان نه بهش اجازه میدن که با خانوادهش تماس بگیره، بعد از مدت ها رفته چشمش در حال کور شدنه، چشم چپش 9 درجه، چشم راستش 5 درجه. یک جوونیه که ننوشتن چند سالشه، ولی اینش مهم نیست، مهم این سیستم شکنجهگر و کثیفیه که حتی رئیس زندانش هم وقتی که خانواده ها شکایت میکنن زندانی ها اعتراض میکنن جوابگو نیست. اینا چه مسئولین که تمام حقوق بگیر این دولت این رژیم هستن ولی همچنان فاشیست هیتلری هم بدتر از دو زندان. به نظر من آبروی اینها رو، این یک کیس تنها نیست و مدت ها این رژیم کثیف با این ماموراش این کارا رو میکنه. من از خانواده ها میخوام که تا اونجایی که میتونن اطلاع رسانی کنن و همبستگی داشته باشن سر کیس های اینطوری و اون مامورا و اون سربازای ناآگاه و احمقی که این کارو میکنن سعی کنن اسامیشون رو بیرون بدن،
به نظر من باید یه مبارزه جانانه شروع کرد که با اسم و رد آبروی تک تک اینا رو تو سطح بین المللی حداقل بیاد روی این سایت ها دست به دست به چرخه که ما شکنجه‌گرها رو از اون بالا تا پایین بشناسیم. به نظر من نبایستی کوتاه اومد و همینجا میگم مرگ بر رئیس زندان رجای شهر که سکوت اختیار کرده، مرگ بر اون مامورا و سربازانی که اینطوری راست راست رفتن بیمارستان و اینجوری برگردوندن این جوونا، واقعا ننگ بر اون کارکنان بیمارستان که اینطوری میدونستن و سعی نکردن این جوون رو مجانی معالجه کنن. خیلی ممنون. برای کیسی که گفتن برحال وضعیت کل زندانیان در واقع نشون میده و نه فقط زندانیان سیاسی بلکه صدها هزار نفر دیگه که به دلایل بی خود و بی جهت به زندان افتادن، یکی دیگه از جبهه های سرکوب مردم و در این حال مبارزه و مقاومت مردم هست در مقابل حکومت. رو خط هستین، بفرمایید. سلام آقای کریمی. سلام به شما، بفرما. وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم، سعید هستم. بله بفرمایید. وقتتون بخیر. میخواستم بگم که من نمیدونم چرا این مردم که بیشترم قشر آسیب پذیرن و جزو کارگرها حساب میشن و اگر کارگر دولت هم نباشن باز یه جورایی کارگر دیگر مردم هن واسه همدیگه کار میکنن، چرا اینقدر سکوت اختیار کردن نسبت به این جوامعی که دارن خیلی راحت پولای میلیاردی رو از این کشور میبرن و برای خودشون سرمایه میکنن، برای خودشون استفاده میکنن؟ چرا مردم نمیان به صحنه؟ چرا یک بار برای همیشه نمیان سرنوشت و تکلیف خودشون رو روشن کنن؟ خیلی ممنون دوست عزیز. اتفاقا برنامه در مورد همینه. ببینین اگه مردم نمیان، همین امروز روز سه‌شنبه صبح نریختن تو خیابون، تنها و تنها و تنها به این دلیل که به من آمادگیشو نداشتن، نه اینکه یعنی میدونن که اگه همینجوری بریزن تو خیابون تنان یا همه نمیریزن، میلیونی نمیریزن و میگیرنشون و پدرشون در میرن. در نتیجه اگه همین امروز مردم میدونستن که روزیه که میشه 1,000,000 بیاد بیرون، 100,000، 50,000 تا بیان بیرون، مردم همه میریختن بیرون. دیدیم سال 88 همین که یه فضای عمومی اعتراض شد، میلیون ها نفر دیگه هم اضافه شدن. بالاخره اعتراض رو چند هزار شروع کردن، ولی میلیون ها نفر در تهران فقط و در بعضی از شهرستان ها حدود 3 تا 4 میلیون نفر در تهران اومدن بیرون و چندین ماه جنگیدن واقعا با حکومت، شعار دادن، مرگ بر خامنه ای گفتن، مرگ بر دیکتاتور گفتن. اگه هر روز مردم این کارو نمیکنن، چون نمیتونن، چون میترسن، چون میدونن با یه حکومت جنایتکار و سرکوبگری مواجه هستن، یا میدونن کارشون از دست میدن. اینقدر مردم رو از نظر اقتصادی داغون کردن که میگه من یک ماه تا بیفتم زندان یا کارم رو از دست بدم بیچاره تر میشم، خانوادم داغون میشه، دخترم یا همسرم مجبور میشه بره تن فروشی بکنه، بچه‌م از مدرسه میفته بیرون، همون نون خشک و خالی که الان گیرشون میاد گیرشون نمیاد، اتاق خونه اجاره ایشو باید از دست بده و جلو پلاسش میریزن بیرون. علتش اینه. منتها بحث ما اینه که چجوری موانع چی هست؟ چه کار بکنیم که بتونیم متحد و یک پارچه بریزیم بیرون؟ چه کار بکنیم که روز انقلاب زودتر فرا برسه؟ و چه کار بکنیم موقع که انقلاب فرا میرسه خواستای روشنمون رو داشته باشیم و همه بدونیم چی میخوایم و چه کار میخوایم بکنیم؟ من قول دادم چند تا از این جبهه‌های مهم مبارزه مردم رو، از صدها جبهه‌ای که وجود داره رو اشاره بکنم. یه جبهه مهم مبارزه زناست. ببینید زنا که تو خیابون دارن مقاومت میکنن، علیه حجاب اعتراض میکنن و کم کم داره به جایی میرسه که حجاب رو باید گذاشت کنار کامل. الان خیلی‌ها دارن نیم ساعت یه ساعت دو تا مامور میبینن و توجه نمی، خود مامورام خیلیشون دیگه الان یه سهشون توجه نمیکنن و اون سختگیری دیگه نمیتونن بکنن چون اینقدر زیاد شده. میگم با کی در بیافتیم؟ میلیون ها نفر در واقع بی حجاب و کم حجاب و بد حجاب هست. در نتیجه یک گام دیگه باید اینو بر جلو و حجابا رو ساعات بیشتری، مناطق بیشتری، شهرهای بیشتری این حجاب رو انداخت دور و این رژیم رو عاجز کرد، رژیم رو ناتوانیشو به همه نشون داد، به دنیا نشون داد، به ماموراش نشون داد که دیگه نمیتونه، دیگه حریف نمیشه.
میدونین چه اهمیت از نظر روانشناسی، چه تأثیر روحی سربازا و مامورین حکومت داره؟ میدونین موقعی که تعداد زیاد بشه دیگه ارادهشون رو از دست میدن، زنداناشون دیگه نمیکشه بخوان پر کنن و این قدرت رو ندارن و این توان رو ندارن. بنابراین یک جبهه مهم مبارزه مردم، رهایی زن از حجاب اجباری، برابری کامل زن و مرد هست، برابری حقوقشون، برابری دستمزدشون و حقوق شغلیشون و برابری در تمام حقوق اجتماعیشون، در تمام حقوق خانوادگیشون. این باید شعار همه مردم ایران باشه. هیچ جامعه آزاد نمیشه اگه زن ها توش آزاد نباشه. شما دیدین جامعه‌ای که زن رو به زور میپیچونن توی حجاب، بی‌حقوق، محرومه، فقط تو خونه نگهش داشتن، میشه 4 زن گرفت یا قوانین اسلامی رو حاکم کرد و واقعا اون جامعه خوشبخت باشه؟ بنابراین مسئله رهایی زن مسئله همه ماست. اگر جامعه میخواد از شر حکومت رها بشه، اگه میخوام انقلابمون زودتر اتفاق بیفته، با تمام قوا هممون بگیم مبارزه زن ها مبارزه ما هم هست، خاص زن ها خاص هممون، و خودمون پیش قدم بشیم در خانواده. اولا رفتار و فرهنگ بالاتری داشته باشیم، فرهنگ برابر و انسانی در خانواده بین مرد و زن حاکم باشه، زن ها از حقشون تو خانواده ها دفاع کنن و نذارن ستم بشه بهشون، نذارن سرکوب بشه، نذارن کتک بخورن، نذارن بیحقوق باشن، نگذارن نابرابری حاکم بشه. یک مبارزه اجتماعی بزرگ. این مبارزه علیه حکومت، علیه قوانین حکومت، علیه دم و دستگاه اسلام، علیه دم و دستگاه یه حکومت کثیف مذهبی. بنابراین پرچم رهایی زن، پرچم خواست برابری زن و مرد، لغو حجاب اجباری خواست همه مردم ایران باید باشه. اینو آیا اینو نمیشه امروز نمیشه اومد تو خیابون همین امروز گفت مرگ بر جمهوری اسلامی، میگیرنتون، مگه اینکه چند صد هزار و چند ده هزار و اینا بیان تو خیابون؟ ولی آیا نمیشه راجع به این خواستا با مردم صحبت کرد؟ آیا نمیشه زنی که میخوان گیر بدن تو خیابون بش یه عده دورش جمع بشن، هو کنن مامورا رو و نظرن بگیرن که بارها هم اتفاق افتاده؟ آیا نمیشه این مبارزه رو تقویت کرد؟ آیا نمیشه زد تو دهن اون ماموری که میخواد به زور اذیت کنه و دستگیر بکنه؟ آیا نمیشه تشویق کرد؟ آیا نمیشه در خانواده و بیرون خانواده و دوستاتون و زنا رو تشویق کنیم که بی حجاب تر بیان بیرون و ما مستون محکم دفاع میکنیم؟ کانال جدید رو خط هستین، بفرمایید. الو، بفرما. خسته نباشید آقای کریمی، بیزم از صحبت کنم. من کریمی هستم دوست عزیز، از کجا زنگ میزنین؟ من از ایران دارم زنگ میزنم. بفرما صحبتتون چیه؟ موضوع برنامه در مورد جبهه‌های مبارزه مردم با جمهوری اسلامی، نظر شما چی؟ بفرما. بله، خدمتتون عرض می‌کنم آقای کریمی، من الان تصویرتون رو دارم، تازه خواستم ببینم. آره آره آقای کریمی، شما خودتون هستین؟ بله خودم. حالتون چطور عزیز؟ ممنونم، متشکرم. نظرتون در مورد این برنامه، این موضوع چیه دوست عزیز؟ آره، من از ایران دارم صحبت می‌کنم. خواستم بدونم ما تا آخر باید چی کار بکنیم؟ این وضعیتی که الان به این صورت هست، مردم اگر اجباری بخوام بکنن واقعا از گرسنگی، اگر دو فرد گرفتاری برای خودشون پیش بیاد، خانواده‌شون از گرفتاری واقعا بیچارگی میکشن، نمیگن به فلاکت کشته میشن. خب با این وضعیتی که روزانه شاید بهتون بگم شاید 100 تا آخون داره تولید میشه، چیکار باید کرد؟ بله خیلی ممنون دوست عزیز. روزی 100 تا آخوند، راست میگین، کارخونه آخوندسازی جز کارخونه هایی که اگه تولید از رمق افتاده و 70% واحدهای تولیدی خوابیدن، ولی واحد کارخونه های تولید آخوند و خرافه خیلی شبانه روز دارن کار میکنن، با قدرت دارن کار میکنن. ولی 100 تا آخوند درست میشه، روزی 10,000 نفر، 100,000 نفر هم ترک مذهب دارن میکنن توی ایران. به نظر من راه مقابله با آخوند اینه که بیشتر ترک مذهب کرد. راه این که اگه آخوند بیشتر داره میشه، مساجد خالی تر بشه، پای منبر آخوندا کسی نباشه. دوستاتون رو تشویق کنید. دوستانی دارین بالاخره هنوز اعتقادات مذهبی دارن، بگین اعتقادات مذهبی مال خودتون، نرین مسجد، تو خونتون عبادتتون انجام بدین. به نظر من اینا خیلی ممنون که شما اشاره کردین به این جبهه، یک جبهه مهم مبارزه مردم، مبارزه با مسجد و امامزاده و مذهب و آخوند و ایناست.
حق خاص سکولاریسم، جدایی مذهب از دولت، لغو همه کمک‌های مالی که به آخوند و مؤسسات مذهبی و آیت الله ها و مقامات میشه. اینا جز خواستای مهم مردم ایران. مردم با همینجور که در آلمان، در ایتالیا، در اتریش، در یه سری کشورها فاشیسم حاکم بود و مردم کل این ایدئولوژی نجات پرستی رو نمیخواستن و دولتش همه هیچ کدومش رو نمیخواستن و بالاخره نابود شد دولت نجات پرست و فاشیست آلمان و کشورهای دیگه که کنارش بودن. در ایران هم مردم با یه فاشیسم مذهبی، با یه حکومت سرکوبگر مذهبی، با یه قوانین به شدت ضد جنایتکارانه و عقب مانده مردم طرفن. بنابراین باید بگن نه این ایدئولوژی تو میخوام، نه این فاشیسم تو میخوام، نه مذهب رو میخوام، نه حکومت رو میخوام. و این جبهه‌ایه که شما باید توش بجنگید. آیا نمیشه هر روز با 4 نفر صحبت بکنین؟ اگر میشناسین دوستان و آشنایانتون، خوشبختانه جوانا که خیلی کم میرن مسجد، اوباش حکومت رو شاید نشه کارشون کرد، ولی مردم شریفی که دور برتونن و مسجد امامزاده میرن، نمیشه بگید ترک کنین، خالی کنین، بذارین ببینن، بذارین حکومتیا ببینن که روز به روز مساجد خالی که شده، ولی سرعتش خیلی بیشتر، خیلی بیشتر از این داره خالی میشه. بدونن کسانی که میرن مسجد انگشت تک و تنها هستن، انگشت نما میشن. بدونین تعداد زیادی نمیرن، تنکه، خالی مساجد، خالی امامزاده ها. و صحبت کنین با مردم، ماهیت واقعی مذهب رو بهشون توضیح بدین. بگین مذهب دکانیه در خدمت اقلیت 1% مفتخور، در خدمت سرمایه‌دارا که مردم رو به کمک اون تحمیق بکنن، به کمک اون خرافه تو مغز مردم بکنن و مردم رو نگذارن متحد بشن، نگذارن مبارزه واقعی برای اینکه بهش رو همین زمین ایجاد بکنن، یک به عنوان یک مانع مهم مبارزه مردم باشون در این مورد صحبت کنین. یک جبهه مبارزه مردم مذهب زدایی از جامعه است. با مردم بیشتر صحبت بکنید. جوونا که مذهبو گذاشتین کنار، با پدر و مادراتون که هنوز بعضیشون خیلیشون مذهبو گذاشتن کنار، ولی اگه یه بخششون دارن صحبت کنین، بگین شما هم بزنین کنار و همه بیان پشت این نیومدن هم اشکال نداره، لااقل بگین که مسجد امامزاده نرین و از حق بی مذهبی دفاع کنین. مذهب داشتنش یا نداشتنش باید حق همه مردم. حکومت غیر مذهبی میخوایم. حکومت نباید یک قرون اولا مذهب رسمی دیگه نباید داشته باشیم، دومی که نباید یک قرون خرج مؤسسات مذهبی بشه. شخصی هایی کسی دوست داره بره، به هر آخوندی میخواد کمک کنه، به هر امامزاده میخواد بره کمک کنه، ولی هزینه های دولت باید صرف بهداشت، صرف طب، صرف کار، صرف تفریح مردم، صرف آموزش و تحصیل و چیزای خدمات اجتماعی به مردم بشه، صرف دادن به کمک به معلولین بشه، صرف کمک به بازنشسته ها بشه، صرف دستمزد و بهبود محیط های کار و ادارات و بیمارستان ها و اینا بشه. چرا باید صرف امامزاده بشه؟ چه نفعی داره واسه مردم جز این که تبدیل میشه به مرکز عقب ماندگی و خرافه و چای چمکران و دکان میشه واسه مفتخوره که بالا نشستن؟ بنابراین این هم یک عرصه مهم مبارزه است، همین الان میشه توش توی این عرصه فعال بود. میلیون ها نفر اعتقاد مذهبی ندارین، با بقیه صحبت کنین. میدونین چه قدرتی میشین، چه قدرتی دارین همین الان؟ بفرمایید عزیزم، رو خط هستین، بفرمایید. درود بر شما آقای کریمی، خسته نباشید. متشکرم. خواستم یک برنامه تبلیغاتی مال امام جمعه های طرف خوزستان میخواستم بهتون بگم. بله. زدن برای کشاورزا که میخوان خامپزگا، چون جیبشون خالی شده میخوان خامپزگا کار بگیرن. الان تبلیغات زدن تو هر روستایی، تو هر شهری، تو هر معبری، تو هر خیابونی، تو هر کوچه و هر جاده اصلی که باید خمس زکات جزی از نمیدونم یه چیزای شهرهای خودشون داره، خودشون هر دستی یه چیز در میارن، هر جیبشون دارد یه آیه یه بیتی در میارن. خب ما هم گرفتیم این چیزا، تبلیغاتشون رو جمع کردیم و خب داخل چیز داخل همین نماجامه هاشون رو چیز جنگ فرقا، ولی رفتیم در موردشون در باره همین چیزا با کشاورز. الو. بله الو. بله بله میشنم. رفتیم با کشاورز، رفتیم که با کشاورز حرف بزنیم. شاید باور نکنه آقای کریمی، تمام کشاورزی گفتن ما خودمون بدبختیم، کی میاد خواهد؟ اصلا لازم نیست به ما مثلا بیاد بگید شما که ندید، ما خودمون میدونیم جیبمون خالیه. و خواستم یه چیزی دیگه هم بگم، این ملاها و اینا مثل خود سوسکن، ما نمیدونیم هر سوسکی رو که بکشیم یه سوسکی دیگه به عمل میاد. پس بهتره بهداشت روحی روانی خودمون رو پاک کنیم،
این اینا خودشون یواش یواش نابود بشن. بشنیدید؟ یعنی اگه ما بخوام هر سیسکو پامونو بذاریم روش، یه سیسک دیگه فردا هم. من خود دشمیمون اینجوریه، یه سیسک بذاریم فردا یه سیسک دیگه هم بذاریم. ولی اگه بتونیم بهداشت اون منطقه رو حفظ کنیم، اصلا خود ایشیسکا به خود نابود میشن. خیلی ممنون دوست عزیز و مطمئن باشین روزی که این حکومت سرنگون میشه، مطمئن باشین، هیچ تردیدی نداشته باشین که از هر 10 آخوندی 9 تاش میاد لباسشو عبا و عمامشو میزنه تو محله، تو میدون شهر میزنه زمین، از مردم عذر میخواد، میگه به خاطر این لباس و این تنفری که شما سالها داشتین من این میذارم کنار، معذرت میخوام به خاطر اینکه رنگ لباسم شبیه بقیه حکومتی‌ها بود. بفرما عزیزم. آقای کریمی مزاحمتم، سلام علیکم. آقا خسته نباشی. ممنونم، بفرما عزیزم. آقا درود بر شما. جناب ببخشید من خواستم اینو خدمت رو عرض کنم. محمد رضا قابل بود که خون براش ریزی مرگ بر شده، ولی حکومت آخوندی قابل یک رگه خون نره که به خانمم گفتم. ما نمیترسیم از اینا، نه ارزشی ندارن. اینا یه بار منو بردن زندان، شلاق هم زدن 8 تا کچه، هم من زخمی من بیمارستان اعصاب که 35 دقیقه خوابیدم بیرونم کردم، داره اعصاب 30 ساده میخورم. من یکی از اینا یا بقیه مثل من نمیترسن، اینا ارزش ندارم خون برای اینا بریزیم، حتی یک قطر خون. آقا مرزمه یه تا سواد خیلی ندارم، اعتماد دعا. متشکرم. نمیدونم چقدر سواد داریم ولی خیلی روشن حرف زدین، ولی به هر حال کسی لازم نیست خون بریزه به خاطر اینا، ولی مقاومت، جنگ، اعتراض، مبارزه خب طبعا هزینه هایی داره واسه مردم و مجبورن بدن، ولی باید تلاش کرد. مسیری که ما میگیم، چیزایی که ما میگیم، رایی که ما میگیم هزینه رو کم میکنه، ولی بالاخره اینا دیدیم که سال 88 مردم ریختن تو خیابون، بالاخره چند صد نفر رو کشتن یا تو زندان یا بیرون زندان، و خب اینا هزینه هایی که مردم میدن برای اینکه یک دفعه شر این حکومت رو بکنن و ازش راحت بشن. منتها اجازه بدین در مورد عرصه‌های مبارزه گفتم، در مورد زنا و علیه مذهب گفتم دو عرصه مبارزه رو، یه مبارزه دیگه هم اینجور گفتم، مبارزه کارگراست. کارگرا که میگم یعنی معلما، اکثر بازنشسته ها، اکثر غریب به اتفاق بازنشسته ها، کارگرای شاغل، کارگرای بیکار، همسراشون و اعضای خانوادهشون، اینا همه جزء طبقه کارگر و بخش زیادی از مهندسا و نمیدونم کارمندای ادارات مختلف، کارمندان بیمارستان ها که 500,000 و 700,000 و 1,000,000 و 2,000,000 میگیرن، اینا در واقع طبقه کارگرن و اکثریت عظیم جامعه هستن. اینا از وضع اقتصادیشون، از وضع این جامعه، از همه ناراضی ترن، چون تو همه بیحقوقی ها که محروم هستن، بیحقوقی سیاسی و بیحقوقی مختلف، و به اضافه این که از نظر اقتصادی میبینن که چجوری استثمار میشن، چجوری میچاپوننشون، چجوری روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت کار میکنن، چجوری تحقیر میشن و چجوری حاصل کارشون میره تو جیب یه عده مفتخور. و این یک جبهه بسیار مهم و حیاتی مبارزه ماست. کانال جدید، بفرمایید. کانال جدیده؟ بله عزیزم، بفرمایید. خواستم با آقای کریمی صحبت کنم. کریمی هستم دوست عزیز، از کجا زنگ میزنی؟ از شهرستان سبزوار. بفرما عزیزم، نظرتون چیه؟ صحبتتون چیه؟ دوست عزیز کریمی هستم، صداتون 30 ثانیه دیگه صداتون پخش میشه، اگه صحبت دارین لطفا وقت رو از دست ندین صحبت کن. من همینجا خطابم یک بار دیگه، این روزا مدام صحبت کردم در مورد اینکه از زنا خواهش میکنم زنگ بزنید و از خانواده‌هایی که لاقلی مشکل ندارین، فرهنگ بالاترین دارین، میخوام که زنگ میزنید معمولا گوشی خانما بردارن بعد بدن به آقایون. به این یک جبهه مبارزه است برای شما، یک عرصه مهمی از کار شماست. بیان تو این جبهه هم شریک، بیشتر شریک بشین، بیشتر خودتون نشون بدین، بیشتر بیافتین جلو صحنه. این روحیه میده به کل جامعه، مردم بدونن چجوری زن و مرد همه با هم اعتراض میکنن، حرف میزنن، حرفای خوب میزنن، روشن هستن، آگاهی دارن. این روحیه میده به همه، اتحاد ایجاد میکنه. و اون تصویری که حکومت میخواد بده که زن عقلش کمتره، زن فلانه، زن فلانه، این تصویر رو با صحبتتون اینجا از بین میبرین و میزنین تو پوز در واقع آخوندا و این کسایی که خرافه دارن پخش میکنن.
در صورت یه جبهه همینجور گفتم یه جبهه مهم مبارزه مردم مبارزه کارگر است و نهایتاً این کارگران که کمر این حکومت میشکنن. سال 57 کارگری نفت بودن که و کارگران مراکز دیگه گمرک و کارگران نقاط مختلف ترانسپورت و جای مختلف ماشین سازی ها و لاستیک سازی ها و نمیدونم صنایع نساجی ها و جای مختلف بود که کارگر ریختن بیرون. به موقع ریختن بیرون اقتصاد خوابید، چرخ مملکت خوابید و اعتصاب رو نمیشد راحت سرنگون کرد. شاید تو خیابون میشد مردم رو به رگبار بست، از گارد شاهنشاهی تا بقیه نیروی مسلح به رگبار میبستن، ولی با اعتصاب میلیون ها نفر آدم که کارخونه کار نمیکنه چیکار میتونن بکنن؟ کارگری که نمیره سر کار کارخونه میخوابه یا میره سر کار تو کارخونهش جمع و اینا نمیتونن راحت وارد کارخونه بشن. دیگه این زور نداشت. حکومت نمیتونه هم تو خیابون با مردم بجنگه هم بره تو کارخونه راش نمیداد. یکی دو بار خواب تو مرکز نفت و اینا دخالت کردن، دیدن آتش انقلاب مردم تندتر شد. دیدن مبارزه مردم قویتر شد. عقب نشستن و جای دیگه نتونستن به اون شکل دخالت بکنن و برن تو اداره مثلا دخانیات و مخابرات و نمیدونم دارایی و بانک ها و جای مختلف که به تدریج مردم داشتن به اعتصاب میپیوستن و چرخ اقتصاد و چرخ مملکت رو کاملا فلج کرد. اونجا بود که حکومت شاه فهمید که دیگه رفتنی. اونتا توطئه کردن به کمک دولت غربی و خمینی و رفسنجانی و خامنه ای و اینا رو آوردن سر کار. و این که ما میگیم مردم از خواسته هم دیگه دفاع کنن، خواسته هم دیگه رو داد بزنن، بدونن خواستهاشون چیه و اینجا دائم روش صحبت میکنیم، به خاطر اینکه مردمی که بدونن زن و مرد باید برابر باشن، اعدام نمیخوان، آخوند نمیخوان، حکومت آخوندی نمیخوان، بیمه میخوان، رفاه میخوان، آسایش میخوان، تحصیل رایگان میخوان، طب رایگان میخوان، این مردمو نمیشه دیگه فردا دوباره توطئه کرد راه دلشون و یه حکومت دوباره عقب مونده ضد مردمی آورد سر کار. مردم میگن ما خواستمون ایناست، از حزبی حمایت میکنیم، از حکومتی حمایت میکنیم، از نماینده حمایت میکنیم که اینا رو نوشته باشه با صریح و روشن، نه پشت به اصطلاح ناروشن و کلی گویی و بگن. صریح میاد میگه زنده باد برابری زن و مرد، حجاب از امروز دیگه اجباری نیست، مذهب دیگه امر شخصی آدماست، ربطی به دولت نداره، ربطی به آموزش پرورش نداره، دیگه خرافه تدریس نمیشه، دیگه اعدام توی مملکت نیست، دیگه کسی به اسم زندانی عقیدتی سیاسی نداریم توی مملکت، دیگه مذهب رسمی نداریم. بیاد بگه همه مردم حق دارن یا کار داشته باشن یا بیمه‌ای که بتونن زندگیشون اداره بشه. بیاد بگه مردم حق مسکن دارن. طب از امروز رایگان میشه. اگر احزابی اومدن اینو گفتن مردم تو احزابی، حزبی اومد اینو گفت، دو حزب اومدن گفتن، مردم میگن از این دو حزب انتخاب میکنیم. حزبی که اینا رو نمیگه حتما قبول نداره. حتما فردا بیاد پدر اونو در میاره. حتما حزب همون 1%یاست. بهش رأی نمیدیم. نماینده‌هایی که در محل مردم میخوان، در دانشگاه میخوان، در کارخونه میخوان، در مدرسه میخوان، میگن به معلمی، به کارگری، به جوونی، به استادی رأی میدیم که این خواسته رو صریح و روشن بیاد بگه، جلو جمع بگه، بنویسه بگه، تو روزنامه بنویسه که ما بهش رأی بدیم. و اون وقت نمیتونن، بهترین ها رو مردم وقت انتخاب میکنن، بهترین حزب رو انتخاب میکنن وقت مردم. و یه نکته که در واقع آخر سر میخوام بیشتر صحبت بکنم همون حزبه. ببینید سال 57 یا شنیدین یا بودین و دیدین، نسل 50-60 ساله ها یادشونه و نسل 20-30 ساله ها شاید شنیده باشن، این بود که موقعی که دیگه دولت های آلمان و فرانسه و آمریکا و انگلیس خمینی رو زیر نورافکن بردن و همین موقع رادیو بی بی سی بود، الان شده تلویزیون بی بی سی، هر روز اطلاعیه های خمینی رو پخش میکرد و کمونیست‌ها رو سانسور می‌کرد، کارگرها رو مبارزاتشون سانسور می‌کرد و دائم خمینی می‌کرد، رفسنجانی رفسنجانی می‌کرد، با یزدی و امثال هم مصاحبه می‌کرد و اینا رو به خورد مردم داد. همون موقع سال 57 خمینی تونست به کمک این دم و دستگاه تبلیغاتی که براش ایجاد کرده بودن شورای انقلاب به اصطلاح درست کرد که می‌خواست انقلاب سرکوب کنه به اسم انقلاب، چون مردم داشتن انقلاب می‌کردن، اونم شد اینا شدن طرفدار انقلاب و دولت تعیین کرد، عملاً دولت در سایه تعیین کرد و عملاً کم کم مردم دیدن اینا میتونن حکومت به اصطلاح رهبر این اعتراضشون بشن و خیلی از مردم هم نمی‌خواستن، ولی کم کم یه جانشینی واسه حکومت درست شد، مردم دیدن بالاخره میتونن به یکی دیگه رأی بدن، بخشی از مردم. و مردم اونجا در واقع مسجل شد که حکومت شاه رفتنی. مردم بالاخره یه عده از رو ناآگاهی، یه عده فریب تبلیغات خوردن و یه عده هم که طبعا مخالف بودن، ولی بالاخره
اینا یه جور قدرت رو کم کم از قبل از اینکه سرنگون بشه حکومت شاه یه جوری معلوم شد که اینا میان سر کار. و موقعی که معلوم شد یکی میاد سر کار، اون حکومت معلومه دیگه عمرش تموم. مردم ایران هم الان باید بدونن یه حزبی رو انتخاب کردن، نماینده هایی رو انتخاب کردن که اینا نماینده شون، اینا فردا دولت تشکیل میدن، اینا فردا به اصطلاح میشن رهبر انقلابشون. مردم هر چی زودتر اینو انتخاب کنن، هر چی زودتر اون حزبی که میخوانو انتخاب بکنن، خواستایی که میخوانو همه جا در موردش صحبت بکنن و بشه خواست عمومی مردم، ده خواست مهم مردم همه جا باشه، همه جا پخش بشه و همه جا بره، اون وقت این حکومت زودتر میفته، اون وقت مردم راحتتر میتونن انقلاب کنن، اون وقت انقلاب سرعت داده میشه، اون وقت زودتر مردم دست به میریزن بیرون و میگن دیگه یه رهبری داریم، همه مردم متحد شدیم کنار یه رهبری، پشت سر یه رهبری جمع شد. این یکی از مهمترین چیزایی که بخشای مختلف دوستی اشاره کردن، خانمی که اول برنامه گفتن موانع، یک مانع همین. و هرچی مردم حزبی که میخوان، احزابی که میخوان انتخاب بکنن، اون حزبی که واقعا نمایندهشون انتخاب بکنن، خود به خود اتحاد بین مردم بیشتر میشه. زنی که راهایی میخواد میگه تو این حزب رها میشه، کارگری که رفاهیات میخواد میگه اگه این حزبیات نماینده منه و رها میشه، جوونی که آزادی میخواد، معتقدینی به مذاهب دیگه که حق دارن هر مذهبی داشته باشن، ستم و سرکوب نمیخوان، و بخشای مختلف مردم میبینن اگر این حزبیات نمایندگیشون میکنه، خواستاشون رو به کمک خود مردم متحقق میکنه، و اون وقت مردم پشت سر این حزب متحد میشن، و اون وقت اون حزب ممکنه بگه فلان روز جمع بشین در فلان نقطه، مردم جمع بشن، بگه روز چهارشنبه در میدان انقلاب دست به تظاهرات میزنیم به خاطر فلان لایحه یا فلان قانون یا فلانی رو کشتین یا فلانی رو اعدام کردین، اون وقت 50,000 نفر جمع میشه و انقلاب شتاب میگیره، سرعت میگیره. ما باید به اونجا برسیم، اینجور بشه که نماینده مردم کم و بیش بدونن تو این کوچه، تو این کارخونه، تو مال خیلی با این حزب دارن کار میکنن، و اون وقت اینقدر تعدادشون زیاده، همینجور که امروز نمیتونه جلو بیهجابی رو بگیره جمهوری اسلامی، جلو اونجور آدم ها و اونجور نماینده های مردم نمیتونه بگیره جمهوری اسلامی. و این یکی از مهمترین مسئله. اگه کسی میپرسه چه کار کنیم که حکومت سرنگون بشه، میگم به عنوان مهمترین کار، یکی از کارهای بسیار مهم و حیاتی، این کارو سرعت بده، این کارو بکنه، این کار اینو کمک کنه، اون حزب رو کمک کنه. رو خط هستین، بفرمایید عزیزم. الو، سلام آقای کریمی. بفرمایید عزیزم. درود بر شما. درود به شما عزیزم. ممنون. آقای کریمی، درباره این حکومت و مبارزه با جمهوری اسلامی اینا داری صحبت میکنیم، از چه حکومتی؟ از چه جمهوری اسلامی؟ بله. این چه جمهوری اسلامی که جوان 30 ساله رو آوردن روز جمعه، صبح جمعه تو جمعه بازار شهرستان سبزوار، شب بردن چاقو چاقو کردن، طرف و صورتش رو پوست کردن انداختن، به این میگن مملکت، به این میگن حکومت. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خمینی، مرگ بر تمام این رژیم. این چه رژیمه؟ این چه حکومتیه؟ این چه مملکتیه؟ هر چه زن شوهرداری هست همه کلن از جاده بدر شدن به خاطر خرجی، به خاطر فقر، به خاطر بدبختی. نمیدونم به خدا اصلا چه مملکتی این آخونده برای ما درست کردن. طبقه کارگر بعد چطور یک بدبختی بکشه. خیلی ممنون دوست عزیز. و در واقع مشکلات طبقه کارگر و گوشه‌ایشو گفتی که ناامنی، بلایی که به سر مردم میارن، زن چجوری مجبور میشه به خاطر فقر و بدبختی دست به تن فروشی بزنه و کل خانواده چه شرایط مشقتبار و جهنمی بر شما حاکم شده به خاطر اینکه یه مفتخور قشر مفتخور سرمایه‌دار دست انداختن رو همه چی به کمک حکومتش. ولی درسته تو خود صحبت‌های شما اگه دقت کنین، دارین خواستای مطرح می‌کنین. رفاه می‌خواین تا اینجور مشکلات خانوادگی به وجود نیاد. حقوق بیشتر می‌خواین، درآمد بیشتر می‌خواین که زندگیتون اداره بشه، که مسکن داشته باشین. خب یه عرصه دیگه مهم مبارزه مردم ایران، مبارزه برای آزادی‌های سیاسیه.
آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی بی قید و شرط بیان، آزادی بی قید و شرط، هیچ قید و شرطی، هر قید و شرطی رو آزادی باشه، یعنی آزادی پوشالیه، یعنی وجود نداره. جمهوری اسلامی میگه آزادی وجود داره ولی در چارچوب قوانین اسلامی، ولی در فلان، ولی به شرطی که نمیدونم مخالف حکومت نباشین، به شرطی که مخالف اسلام چیزی نگی، به شرطی که ده تا اما و اگر میذاری روش، چیزی نمیمونه از آزادی. آزادی بی قید و شرط باشه که مردم با خیال راحت بگن هیچ محدودیتی نیست، حرف زدن آزاده، علی هر کس و هر مقدساتی میشه حرف زد، میشه به هر حزبی بخویم بپیوندیم، هر سازمانی بخویم میتونیم درست کنیم، هر روزنامه بخویم میتونیم منتشر کنیم. درود بر شما. درود به شما عزیزم، بفرمایید. آقای کریمی، مملکت خیلی خرابه، همه چیز گیرونه، کار نیست، درآمد نیست، شغل نیست، طلاق زیاده، اعتیاد زیاد شده، خودکشی زیاد شده. آقای کریمی، من دندونام خرابه، سنی هم ندارم، همش 26 سال بیشتر هم ندارم، دندونام خرابه، زنستون ها از شدت دندون درد خیلی اذیت میشم، الان تا بیستون ها دندونام آرومه، زنستون ها درد میکنه، من کلم خرابه، معتاد هم نیستم، نمیدونم چرا خرابه. بعد دکتر هم که میرم میگه هزینه تعمیر دندون ها این کده، من از کجا بیارم خرج دندونام کنم؟ باید برم بکشم، کشیدن پسندتر از تعمیر کردنش. بعد الان یه موتور قبلا گرفته بودم، نزدیک یک هفته ازم گرفتن بردن تو بیروبون، اونجا گذاشتم توی محوطه، امروز رفتم که آزادش کنم، دیدم بنزینشو خالی کردن، بنزین موتور رو کشیدن، بعض قطعاتش از روش برداشتن. بهش میگی چرا این کار کردی؟ گردن نمیگرم، میگن برو از اون بپاس، این میگه برو از اون بپاس، زر میشه از کی کردن اون به کی بگم؟ گرفتاری میخواد. آقای کریمی چیکار کنیم؟ خیلی متشکرم. و چند وقت پیش خانمی اومدن صحبت کردن، گفتن نگاهی خیلی از جوان ها بخشای فقیر مردم که میکنیم اینی قیافه هاشون به خاطر مشکل دندون، به خاطر اینکه از جوانی دندون هاشون کشیدن یا داغون شده یا کرم خورده، قیافه هاشون عوض شد. ببینید چه مصیبتی است، جوانی که میتونه شاداب باشه، میتونه تندرست باشه، میتونه خیلی کارا رو در واقع بکنه با قدرت بدنی بهتر، ولی از همون جوانی اینا روحیه مردم رو داغون میکنه، زجر میکشن، درد میکشن، اعتماد به نفسشون از دست میدن. رو خط هستین دوست عزیز، بفرمایید. سلام مسخر کریمی عزیز، با خسته نباشید به شما و همه کارکنان کانال جدید، و خیلی واقعا میخوام تشکر کنم از برنامه خوبتون. من امروز گوش میکردم و هم زیاد تمه خوب چیزی نبود، ولی خواستم حتما تو این برنامه شرکت بکنم، با حرفای خوبی که مردم زنگ میزنن، با تماسای خوبشون، با حرفای خوبشون، با درد دلاشون. و منم دوست داشتم صحبت بکنم یک کوتاه، و یکی از راه‌های مبارزه با این حکومت میخواستم بگم حتما، و اونم واقعا مبارزه با خود مذهب، که مذهب چه نقش مخربی در واقعا زندگی مردم داره و چقدر میتونه مردم رو از همه چی باز بداره. مذهب رو هر وقت ما دیدیم در هر کجایی که قدرت به دستش رسید، غیر از بدبختی، غیر از نکبت، غیر از بیحقوقی، غیر از فقر و فحشا و احتیاج، هیچ چیز دیگه برای مردم نداشته. همین الان من خیلی دوست داشتم اینو به اونایی که از بینندگان شما میگم، توی هر برنامه‌تون یه دونه فقط از این فیلمایی که مصاحبه کردن با این آخوندا، با این سران جمهوری اسلامی، با اینایی که نمیدونم مرجع تقلیدن صحبت میکنن، فقط صحبت های اینا رو آدم نگاه کنه، بشنوه و بگه چقدر مذهب واقعا فقر و بدبختی از هر نظری، نظر فرهنگی، چقدر واقعا اینا وقیهن، چه چیزایی میگن. و کل مذهب از اولش هم همین بوده. الان یکی از این مراجع تقلید تو مصاحبه که داشته از تلویزیون خود جمهوری اسلامی تقاضا کرده از مردم که فرزند بیشتر، و حتی گفته از همین امشب ضربتی شما شروع کنید به بچه درست کردن، به یاد 12 امام 12 تا بچه بیارین، به یاد 14 معصوم 14 تا بچه. ولی خب تأمین زندگی این بچه ها، یعنی اصلا هیچ صحبتی راجع به این مسئله صحبت نمیشه. من میخواستم بکنم توی هر کدوم از برنامه هاتون یه دون از این فیلم هایی که واقعا افشای تمام این کسافت هاست بذارین، و مردم واقعا بیشتر با این آشنا بشن، ببینن چقدر نکبتن اینا،
نه چقدر واقعا بی فرهنگ و چقدر بی تمدن و چقدر از بشریت متمدن امروز بر فاصله دارن اینا. بذاری من معرفی بکنم دوست عزیزمون شهناز مرتب هستن دارن صحبت میکنن، یکی از فعالین بسیار پرشور حزب کمونیست کارگری در فرانکفورت آلمان و در واقع یک جبهه مبارزه مردم، هم مبارزه در خارج کشور در سطح بین المللی برای بیابرو کردن جمهوری اسلامی، برای اینکه نذارن نماینده هاشون بیان راحت سخنرانی بذارن و برنامه بزنن، به هم زدن اینجور برنامه های ایناست. و شهناز مرتب به هر حال یکی از فعالینیه که در طول سالهای طولانی تو همه این جبهه‌های در واقع مبارزه هست و نکته به نظر من خیلی خوبی رو اشاره کردن، پیشنهاد خوبیه گاهی تکه‌ای از صحبت آیت الله رو نشون بدیم و در واقع مردم اونجا میشنن، ولی ما یک دقیقه نشون بدیم و مردم زنده تر بتونن راجع به همون موضوع بیان صحبت بکنن. در صورت خیلی متشکرم شهناز مرتب عزیز، تشکر میکنم، اگه نکته‌ای دارین بفرمایید. خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. فقط یه فراخوانی هم هست در رابطه با علیه اعدام و علیه اعدام ریحانه جباری از طرف سازمان‌های آلمانی و گروه‌های آلمانی فراخوانی داده شده روز 10 مای که همین شنبه آینده میشه. یه فراخوانی هست در تمام شهرهای در کشورهای مختلف و در شهرهای مختلف هم علیه این اعدام قرار، این گروه های آلمانی هم بیان تو خیابون و اعتراض شدید خودشون رو علیه جمهوری اسلامی، علیه اعدام ها تو ایران و برای لغو حکم اعدام ریحانه جباری، که من از تمام کسایی که صدای منو میشنون درخواست میکنم حتی این برنامه ها شرکت بکنن، میتونن از طریق سایت روزن خبرها رو دنبال بکنن تو شهر فرانکفورت روز شنبه آینده به همین مناسبت از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر این برنامه هست و از تمام کسایی که از فرانکفورت و شهرهای نزدیک هستن خواهش میکنم تو این برنامه حتما شرکت بکنم و جمهوری اسلامی رو بیشتر رسواتر بکنیم توی خارج، که به خصوص با موج اعدامای اخیری که الان تو ایران هست. و با تشکر از وقتی که من دادین و ممنون از برنامه های خوبتون. خیلی متشکرم. دو نکته رو سریع بگم در مورد این مسئله. یک جبهه مهم مبارزه مردم علیه اعدام هست و در این حال در مورد این تبلیغاتی که اخیراً کردن که خامنه‌ای گفته جمعیت فوراً باید بشه 150 میلیون و اون آخوندی گفته بود که به اسم 12 معصوم و به اسم 14 معصوم و 12 امام و نمیدونم فلان همین امشب دست به کار بشین و 12 تا و 14 تا بچه بیارین، این در واقع شکست جمهوری اسلامی تو این زمینه بیشتر از هر چیزی اوریان، مردم فرهنگشون عوض شده دیگه، بیشتر دارن 1 بچه 2 بچه در واقع میارن. این مثل کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی اینو دید، خامنه اینو میبینه میگه این فرهنگ نشده، این فرهنگ غربیه. و اتفاقا همین آیت اللهی که یا آخوندی که تبلیغ کرده و شهناز مرتب در مورد صحبت کرد، یه بخش صحبتش همین بود که این شعار خیلی شعار علی، این شعار خیلی حفظ و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، که البته اساس مسئله برمیگرده به وضع رفاهی و اقتصادی مردم. مردم با یک بچه هم الان امکان، مردم اتفاقی فرهنگی دارن، میخوان به کودکانشون بهتر برسن، کلاس موسیقی بذارن، کلاس آموزش زبان بذارن، تغذیهشو تا اونجا که میتونن بهش توجه بکنن، به تحصیلش توجه بکنن، به سلامتیش توجه بکنن. و به همین دلیل با این وضع اقتصادی که دارن، حتی 2 بچه هم الان خیلی از خانواده ها از داشتن 2 بچه هم دارن خودداری میکنن و اکثریت الان جامعه چرخیده دیگه، دیر آقای خامنه ای که و آیت الله های مفت خور که تبلیغ 14 بچه و 12 بچه میکنین، دیگه دیره، دیگه گذشت، فرهنگ مردم عوض شد. اون فرهنگ غربی که میگین حاکم شده در ایران، مردم مدت هاست تو این زمین هم در واقع از نظر فرهنگی یکی از عرصه‌های جبهه‌های مهم مبارزه مردم فرهنگی است که تو دهنتون زدن و عقبتون روندن و دیگه اون فرهنگو ندارن و دارین میسوزین از این مسئله، دارین آتش میگیرین از این مسئله و این تبلیغاتتون کمک نمیکنه به مسئله. جامعه رو نمیشه به عصر حجر برگردون، جامعه رو نمیشه با فرهنگ 2000 سال پیش 1400 سال پیش اداره کرد. این جامعه ایران اینو نشون داد. رو خط هستین، بفرمایین. عزیز سلام علیکم، که درود بر شما. دیگه های مبارز با جمهوری اسلامی بعد آقای خان کریمی، مملکت خیلی خرابه، وضعش خیلی خرابه، فضا بیکاری گرونیه، فقر، نمیشه زندگی کرد. من یک کارگرم 600 تا حقوق میگیرم، نمیتونم به زندگی برسونم، خرج بالاه، واقعا بدبختی گرونیه. بعد یه فکری بکنیم آقای روحانی باید یه حرکتی انجام بده، ما باید با آقای روحانی رای داریم که یک حرکتی انجام بده.
شده که بدون این حرکتی انجام بده. شما بی خود رأی دادین به روحانی. حالا بعد از اینکه یه سال رفتش ما اومده سر کار، دیدین اوضاعتون بدتر شد، بلکه آقای روحانی کاری بکنه. یه نواریه که دائم شما میذارین. من نمیدونم کی هستین شما. معمولا موقعی که میان میگن بیکاری گرانی وضع خرابه، بلکه آقای روحانی کاری بکنه. روحانی چی کار بکنه؟ بیشتر این کاری کرده، اعدام زیاد، افزایش دستمزد 25% که تازه اونم با اعتراض وسیع کارگرا همین 25% صورت گرفت، در حالی که تورم 40% بود و همین الان بنزین و نفت همه چی رو دارن 50% و 100% اینا فلان دارن گرون میکنن. روحانی چه کار کرد؟ چشمتون چرا باز نمیکنید؟ به کی میخوان بگین؟ اونایی هم که رأی دادن الان پشیمونن، میگن کار اشتباهی کردیم، فریب خوردیم، دیگه لااقل برای همیشه پای تبلیغات حکومت نریم، دیگه دوباره اصلاح طلبا یا یه جنای دیگه که نظر جلوم بگه این یکی خوبه بهش رأی بدید. حالا شما همین همچنان از 6 ماه پیش این نوار میذاری که بلکه آقای روحانی کاری بکنه و منتظر اون این کاری بکنه. به هر حال بگذاریم از این مسئله. یک جبهه مهم مبارزه مردم علیه اعدام و برای آزادی زندانی سیاسی، و در همین هفته‌های گذشته دیدیم حمله به زندان اوین بند 350 با چه مقاومت خود زندانی‌ها مواجه شد. جمهوری اسلامی می‌خواست بزنه و مرعوب کنه، بترسونه و روز جهانی کارگر رو راحت‌تر از سر بگذرونه، و پیش درآمد در واقع کارش حمله به زندان واسه این بود که یه فضای ارعاب و ترس رو واسه اول ماه مه روز جهانی کارگر بسازه. خانواده‌ها تجمع کردند، چندین بار دست به اعتراض زدند، در خود سالن ملاقات تحمیل کردند ملاقات رو به جمهوری اسلامی، در خود سالن ملاقات تبدیل شد به تظاهرات خانواده‌ها، به شعار دادن و به جمهوری اسلامی گفتن تموم شد. اون سالای 60 که میکشتی و میزدی و مردم رو به خونه میترسوندی، اون سالا تموم شد، دوره اعتراض ماست، دیگه نمیتونی هر غلطی خاصی بکنی. و به ضد خودش تبدیل شد، این کار جمهوری اسلامی به ضد خودش تبدیل شد. مسئله زندانی سیاسی از خاص آزادی زندانی سیاسی وسیعاً تو جامعه رفت، مجبور شدن رئیس سازمان زندان‌هاشون رو عوض بکنن. یک بی‌آبرویی در سطح ایران و در سطح بین‌المللی به وجود اومد. مردم بیشتر سیستم کثیف قضایی جمهوری اسلامی رو دیدن و خیلی بیشتر چهره با زندانیان سیاسی آشنا شدن مردم. جمهوری اسلامی می‌خواست ارتباط زندانی‌ها رو با بیرون ببنده، ولی نتونست. همچنان زندانی‌ها به هر شکل شده خبر می‌رسونن. بخشی از خود مأمورین جمهوری اسلامی در واقع به یه معنا کمک می‌کنن به زندانی‌ها که امکانات ارتباطی داشته باشن. یعنی جمهوری اسلامی یک کار که مجبور کنه، صفوف خودش به شدت ناامنی داره رشد میکنه، دیگه اعتمادی به خیلی از مأمورین خودش هم نداره. حالا یا پولی میگیرن و با رشوه کمک میکنن، یا به آخره تای دلشون با این حکومت نیست. رو خط هستین عزیزم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما عزیزم، بفرمایید. الو. بفرمایید. آقای کریمی. بفرمایید. من از ایران زنگ میزنم. بله. الو. بله میشنوم صداتون. من یه زن مریض و من 5 سال بیماری درگیر شدم. بله. بعد باید 8 ماه یک بار بیمارستان بخوابم، بیشترم سرسد شده ندارم که کمکم کنه، به هر ارگانی هم که بگی من سر دادم. بعد من پاس میدن کمیته امداد، کمیته امداد خیلیه میگه که بله. خیلی هم که اصلا هیچ کمکی نمی کنه. من قرار بستایی بشم، بعد آمپولام خیلی گرینه، آی بی آی جی میشم، نمیدونم باید چی کار کنم. بیمارستان هم کمکی نمی کنه، یعنی خیلی اذیت هم من. بله، به هر حال مسئله اینه که حق شماست که رایگان معالجه بشین، حق همه مردم هست و خواست طب رایگان و همینطور تحصیل رایگان دو خواست مهم مردم ایران است. من باید اعتراض کرد و به نظر من تو همین وضع میشه. اگر کسی که مریض هست 10 نفر از اعضای خانوادش برن دم بیمارستان و این رایج بشه، نه فقط یک بار و یک جا، اگه هر بار با یک مریضی 30 نفر برن دم بیمارستان، هر روز صدها نفر اون وقت با 30 نفر و 20 نفر و 40 نفر مراجعه کنن، بگن آجا نداریم و این عزیز ما باید معالجه بشه توی بیمارستان، باید بستری بشه، باید آمپول ها و داروهای مورد نیازش بهش بدین، پولم نداره، رایگان حقشه که معالجه بشه. جمهوری تحمیل میشه، دم بیمارستان ها شلوغ میشه. یک جبهه مهم مبارزه ما برای طب رایگانه، برای اینکه این پولی که دارن میخورن
میلیارد میلیاردایی که دارن میزنن، میلیارد میلیاردایی که به بشار اسد و به جاسوسه وزارت اطلاعات دارن میدن، به آخوند مفتخور به امامزاده دارن میدن. به همین دلیل میگیم بخواین باید یک خاص مهم مردم جدا شدن مذهب از دولت و قطع همه کمک به مؤسسات مذهبی. به همین خاطر که این پولا صرف طب مردم بشه، صرف طب رایگان بشه، صرف بیمارستانهای بیشتر و صرف بهبود کیفیت درمانی و داروی بهتر و معالجه بهتر و خدمات بهتر بشه. و تردیدی نکنید، اگر راه بندازیم یک مبارزه، کارگری که مریضه کارگران همکارش برن، بازنشسته‌ای که مریضه 50 همکار بازنشستهش باش برن دم بیمارستان، 20 نفر از اعضای خانواده و دوروریاش برن دم بیمارستان بگن این مریض پولم نداره، حقش نیست معالجه بشه. چرا حقش نیست؟ چون زحمتکش بوده، چون میلیاردر نیست، چون مفتخور نیست. و این عقب میشینه حکومت، باور کنین عقب میشینه. باور کنین اگه دم 5 تو بیمارستان شلوغ بشه، 10 مورد مریض همراهش 20 نفر 30 نفر برن دم بیمارستانا، جمهوری اسلامی میگه شورش میشه، باید فکری بکنم. راهش اینه به نظرم. بفرمایید، عزیزم رو خط هست. الو، صحبت کنین عزیزم، بفرمایید. آقای کریمی میخوام صحبت کنم. من کریمی هستم دوست عزیز، از کجای ایران زنگ میزنین؟ پس من چرا صداتون رو ندارم؟ با یکی دیگه داری صحبت؟ نه، اون صدای شما با نیم دقیقه تأخیر پخش میشه. اگه صحبتی دارین دوست عزیز، من آقای کریمی دوست عزیز اگه صحبت نکنین، بله من قطع کردم چون صداتون با نیم دقیقه تأخیر پخش میشه. بنابراین خواست طب رایگان در تمام زمین ها، طب رایگان برای همه مردم، کودکان، مهاجر هست، کسی زن هست، مرد هست، پیر هست، جوون، بازنشسته است یا شاغله، درآمد داره یا نداره، طب رایگان برای همه مردم. تو خیلی از کشورهای اروپایی تا 90%، 80% یا لااقل برای مردمی که احتیاج دارن تماما طب رایگان. برای مردم هم که شاغل هستن، بیمارستان و بستری شدن، تماما بعضی از کشورها بخشی از هزینه دارو و ویزیت رو میگیرن، اگر کسی امکانات مالی زندگیش اداره بشه، اگه نشه همونو نمیگیرن. ولی بیمارستان، جراحی و تمام اینا، عکسبرداری کاملا رایگان، تماما رایگان. شما ممکنه 2000 دلار در مادر داشته باشین یا 2000 پوند یا 4000 یورو یا 5000 پوند، ولی رایگانه. حق مردم ایران هم هست که رایگان باشه، پول و امکانات هم هست. این حکومت که بره، حکومت بعدی به عنوان اولین اقدامی که میکنه میگه از همین امروز طب رایگانه و اون هزینه که صرف تروریسم و صرف مساجد و امامزاده ها میشه رو صرف 200 بیمارستان، 500 بیمارستان تو ایران میکنیم، 50000 نفر پرستار و دکتر استخدام میکنیم، زیادم از تو ایران، تخصصم بالاست، امکانات هم هست. و وضع طب رو در عرض مدت کوتاهی، واقعا در مدت بسیار کوتاهی میشه دگرگون کرد. این مملکت رو گنج خوابیده به من، نه تنها به خاطر نفت و گاز و منابع طبیعی سرشاری که تو ایران وجود داره، به خاطر یه نیروی کار بسیار متخصص، باسواد، آماده کار، میلیون ها بیکار، میلیون ها جوان تحصیل کرده، مانع مردم این حکومت. بنابراین مسئله خواست طب رایگان و آموزش و تحصیل رایگان در تمام سطوح دو خواست مهم مردم ایران است. تو اینم جبهه‌ای از مبارزه مردم است. رو خط هستین، بفرمایید. درود بر شما جناب کریمی. درود به شما عزیزم، بفرما صحبت شما چی؟ حالتون خوبه آقای کریمی؟ من می‌خواستم خیلی تشکر کنم از شما بابت انتخاب این رنگی که به عنوان نمادتون انتخاب کردید. این رنگ خیلی خوبه. من یک ورزشکار هستم، یک جوان ورزشکار ایرانی. من طرفدار فوتبال. باعث شده که طرفدار شما خیلی همه جا بله. بریم سراغ عرصه‌های دیگه مبارزه مردم. یک مسئله علیه اعدام هست که همین الان حکم اعدام ریحانه جباری رو دیدیم، چجوری مردم نزدیک 65000 نفر تومار قدنامه‌شو امضا کردن که نباید اعدام بشه
هنرمندا فعالیتوی کردن، بخشای دیگه از مردم و جمهوری اسلامی افتاد، سیستم قضایی جمهوری اسلامی بی‌اعتبارتر شد. نامه های بسیار روشن کننده و شفافی که خود ریحانه و خیلی هم زیبا نوشته از زندان بیرون داده، جوهر کلن سیستم ناعادلانه جمهوری اسلامی رو برملا کرد واقعا و به مبارزه مردم علیه اعدام یک جهش داد در واقع. و این یک خواست مهم مردم و یک جبهه‌ای از مبارزه است. مردم به اشکال مختلف دیگه دارن خانواده‌ها اعتراض میکنن، با بخششی که میکنن همون ابزار در واقع قصاص دارن از دست حکومت در میارن و این هم یکی دیگه از جبهه هاست. بفرمایید عزیزم، صحبت کن. الو الو، بفرمایید عزیزم، صحبت کن. سلام به شما. خدای کریمی، میخواستم بگم من یه کارگرم، روزی 650 حقوق میگیرم. من نمیدونم چی کار کنم با جمهوری اسلامی، اینقدر حقوق ما کمه. بعدم من الان 3 سال نامزد کردم، نتونستم تعرضی بگیرم، از موندم زندگی. باید چی کار کنم به نظر شما من با این جمهوری اسلامی؟ قابل اصلاح که نیست این حکومت، طبعا باید انداختش، ولی مسئله اینه که صحبت امروز ما اینه. در صورت خیلی متشکرم دوست عزیز که دردتون رو و مسئلتون رو اینجا مطرح میکنین و جوابشون خودتون البته دارین. میدونین که این حکومت باید بره و این خواست مهم مردم ایران و اتفاقی که افتاده تو چند سال گذشته، به نظر من دیگه مردم دست اصلاح طلبا رو خوندن، دست جنایی مختلف روحانی و خاتمی و نمیدونم اینا رو خوندن و حتی اگر گاهی پای انتخاباتی هم میرن، نه به خاطر این طرفدار این یا اون هستن، به خاطر اینه که میگن اگه این بیاد شاید شلتر بشه حکومت، زودتر بتونیم بندازیمش. و یا اگه بدونن یکی خیلی محکم با خامنه چفت نیست، میگن به این رأی میدیم، بالاخره شاید تقابل این و خامنه ای حکومت رو ضعیف‌تر بکنه، از شکافی که ایجاد میشه بیشتر بتونیم اعتراض کنیم و زودتر بندازیم اینا رو. رأی مردم هم اکثریتشون جز اوباش حکومت به خاطر این. و مردم متوجه شدن که حکومت قابل اصلاح نیست، باید بره و روحیه سرنگونی کاملا حاکمه تو ایران. یعنی اکثریت عظیم ایران متحدن. میگیم چجوری متحد بشیم؟ من میگم به نظر من بخشی از مسیر رو مردم پیمودن. مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی متحدن. معنیش اینست که پس چرا امروز نرفتن تو خیابون؟ خب اون موانعش رو گفتم و راه حلش رو دارم صحبت میکنم. ولی مردم متحدن رو سرنگونی جمهوری اسلامی و میدونن تا این حکومت هست بدبختی ادامه داره و باید این حکومت بره تا خوشبخت بشن. رو خط هستین، بفرمایید عزیز. ممنونم دوست عزیز، حال شما چطوره؟ خوب هستین، ممنونم، متشکرم. بفرمایید عزیز، زنده باشین. بفرمایید. به همتون میگم، همه دوستای جدید، همه واقعا برای من واقعا یه دوستیم، هم میتونم بگم دیگه شدم جز بیاد خانواده کانال بزنید. خیلی متشکرم. لطفا به همه تون میگم، میخواستم بگم راجع به بحث متاسفانه قطع شدن، ولی نکته گفتن که گفتن منم جزی از خانواده کانال جدید هستم و ما افتخار میکنیم که دوستای زیادی داریم، افتخار میکنیم که خیلی ها خودشون رو جز خانواده کانال جدید میدونن و یا کانال جدید در واقع بخشی از خانوادهشون شده، مهمونشون هر روز باش آشنان و رنگ کانال جدید رو گرفتن، رنگ افکار آزادی خواهیش، رنگ کانال جدید یعنی برابری، یعنی آزادی، یعنی غیر مذهبی، یعنی سکولاریسم، یعنی رفاه، یعنی عدالت، یعنی تمدن، یعنی خوشبختی، یعنی خنده به روی لب مردم، یعنی رهایی زن. رنگ کانال جدید ایناست. رنگ کانال جدید یعنی با عدالت این کانال و افکارش، با عدالت، برابری خواهی، آزادی خواهی، هم نوع دوستی، خوشبختی همه مردم و رها شدن از شر مذهب و حکومتش و نظامش و سیستمش و همه ایناست. این رنگ کانال جدید و میلیون ها نفر از مردم با مدت هاست بیننده این کانال هستن و رنگ کانال جدید رو به این معنا گرفتن. طرفدار عدالتن، میدونن سرمایه‌داری پدرشون در آورده، میدونن این نظام باید از
بیخ عوض بشه، میدونن این سیستم اقتصادی به دردشون نمیخوره، میدونن این حکومت به دردشون نمیخوره، میدونن مذهب به دردشون نمیخوره. و به این معنا رنگ کانال جدید رنگ خیلی از خانواده‌های ایرانی هست. رو خط هستین، بفرم. درود بر شما کریمی. ممنونم، بفرم. از برنامه زیبای شما تشکر کنم، همچنین از شما که رشته کارگر که در متن جامعه با زحمت فراوان برای جامعه خودش تلاش میکنه و برای خانواده خودش تلاش میکنه میپردازیم. و جامعه ما احتیاج داره که از کمک‌های مردمی با همدیگه و شما بتونیم این مشکلاتی رو که رشته کارگر داره به صورت گسترده این مشکلات رو حل کنیم. اما از شما بخواستم بپرسم که به نظر شما آیا که واقع بینانه نگاه کنید، تنها با این کارهایی که الان انجام میشه، مثلا شما دوست گرامی آقای کریمی این صحبت میکنید در شبکه‌تون و نقد و بررسی میکنید، کارهای دیگه هم انجام بدیم، مثلا بشه با شبکه‌های دیگه که دولتی هستن مثل بی بی سی اینا متحد بشیم و بتونیم یک قدم بسیار بزرگی رو برداریم برای جامعه کارگر و قشر کارگر. اگر این اتفاق بیفته به نظر من خیلی بهتره و این کار خیلی پر برده. شما میتونید این کار رو به صورت گستره تر در جامعه انجام بدید. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و خدافظی میکنم از شما. خیلی ممنونم دوست عزیز. ببینید کاری که ما در قبال بی بی سی باید بکنیم و مردم اینه که دائم اعتراض کنن بهش، بگن چرا خبرهای کارگرها رو، چرا اعتراضات مردم رو سانسور میکنی، و هر اصلاح طلبی که عطسه بکنه بلافاصله تو کانال شما مطرح میشه. چرا دائم با اصلاح طلبا برنامه هاشون منعکس میکنی؟ چرا فضای دفاع از روحانیه، یه دور دفاع از خاتمیه؟ این فشارا باعث میشه که بی بی سی هم گاهی گوشه‌ای از خواستهای مردم رو مطرح کنه. اهداف ما و بی بی سی طبعا متفاوته، ولی شما میتونین بی بی سی رو هم تحت تاثیر قرار بدین، میتونین وی او ای رو، صدای آمریکا رو هم تغییر بدین. اینقدر قدرت دارین شما که میتونین وادارشون کنین که راجع به مبارزات شما بیشتر بگن و دیگر راحت از جمهوری اسلامی یا روحانی یا این آخوند و آخوند حمایت نکنن. مطمئن باشین میتونین، ولی اعتراض باید بکنین، قبول نکنین. و همین درجه که الان جوری شده که همین بی بی سی یا وی او ای دیدم راجع به روز جهانی کارگر مجبورن حرف بزن، مجبورن کسان انسانای شرافتمند یا حتی بعضن دعوت کنن صحبت کنن تو برنامه‌شون. علتش اینه که اونقدر فضای جامعه ایران پرتب و تابه، اینقدر به چپ چرخیده، اینقدر رنگ امثال کانال جدید رو گرفته که بی بی سی هم مجبوره به جای دفاع از اصلاح طلبا و روحانی و نمیدونم این مزدور حکومت، بیاد یه گوشه‌ای از برنامه‌ش رو اختصاص بده به یه مطالب بهتری یا با آدمای شرافتمندی هم صحبت بکنه. مطمئن باشین شما میتونین بی بی سی رو هم در خدمت خودتون دارین. سال 57 در خدمت خمینی و رفسنجانی و بنی صدر و این تخم و ترکه‌های ضد مرتجع قرار گرفت، ولی شما میتونین، نمیتونین ماهیتش تغییر بدین. یه رسانه با هدف معینی که با هدف ما فرق داره، ولی میتونین وادارش کنین که مبارزات شما و خواستای شما رو منعکس بکنه. رو خط هستین، بفرمایید. الو، درود بر شما آقای کریم. روز میخوام من شازم تموم شد رفت که ببخشید. خواهش میکنم، بفرمایید، زنده باشین. آقای کریم، میخواستم راجب بحث ارشاد صحبت کنم، درباره مذهب صحبت کنم. میخواستم الان باید چنده باشین تو جنوب کشور دو تا خانواده از قصاص دست کشیدن. کسی که جمهوری اسلامی میخواد مردم رو به اسم قصاص، به اسم دین اسلام قتل رو نگذم، قصاص و قتل عمده، واقعا قتل عمد، قصاص یه نوع قتل عمده. نمیدونم خانواده هایی که به حرف جمهوری اسلامی، به حرف آخونده خودشون رو واقعا اسم یه قاتل خودشون رو میکنن، چطوری میتونن یه نفر، حالا مثلا حتی غیر عمد، مثلا یه نفر مورد علاقه خوش دارم، یه نفر چطور میتونم وجدان خودشون رو راضی کنن؟ من دارن دیدار میشن، دارن از این دین و دین بازی دست میکشن. آقای کریم، خوشبختانه واقعا ما خیلی خوشحالیم که چند تا خانواده شنیدیم که از قصاص دست کشیدن، از اعدام یه نفر دیگه. حتی جمهوری اسلامی میخواد به این طریق مردم رو به جون هم بندازه، مردم خودشون خود
فهمیدن دیگه جمهوری اسلامی پیرش به ساید خورده و ایسی آقای اومده نکنه روحانی از روزی که اومده اعدام ها بیشتر شده، از روزی که اومده تحرم بالا رفته، از روزی که اومده همه چی برق آب گاز نمیدنم چی همه گرون شده، کم کم هم داره یه طرح دیگه میده. مردم اگر این که الان با اومدن روحانی یه فرقی بشه و نمیدونم چی یه کمکی به مردم بشه غیر ممکنه. روحانی هم دست پرورده 35 سال جمهوری اسلامی، دست پرورده آخوندیزم خامنه‌ای و خمینیه. لعنت که لعنت برشون، لعنت بر تک تک آخوند، از ریشه اول آخوندی که اومده داخل ایران تا آخرینش. خیلی متشکرم. مردم ایران کشته دست آخوندیزم. آقای کریمی، ما الان اگه مسجد مثلا توی محل ما دو تا مسجد داره، دو تا مسجد به که درد میخوره وقتی که توی سرما یه فقیر کسی که دستش خالیه نمیتونه توی سرمای زمستون، من خودم به خدا به چشم خودم دیدم فقیر جلوی در همون مسجد خوابیده، جلوی روی کارتون خوابیده، اما اون مسجد نمیدونم خودم تو من خرج فقط گنبد و مناره‌ایه که براش درست کردن. برای چی؟ اون خرج علکی که خرج اون مسجد میشه، خرج نمیدونم اون مثلا میگن امامزاده. خب امامزاده اگه واقعا امامزاده است، اگه درسته، خب هر کسی به دل خودش، چرا باید از بیت المال مردم، که از بیت المالی که سهم مردمه، سهم مردم بی‌بضاعته، کسی که نمیتونه از پاس مخارجش برزیاده، باید خرج چیز بشه که خرج امامزادهی بشه که بشه چی براش ببرن زریح طلا درست کنن. یا ما اینجا مثلا سر شهرکی که ما میشینیم یه کارخونه است به اسم زریح سازی، یه مثلا کسی که اونجا کار میکرد میگفت هر زریحی که میسازیم 30 میلیون تومان خرج هر زریح میشه. 30 میلیون تومان آخه با هر 30 میلیون تومان یه مثلا زریح ساده ها، نه از این مجلل ها و نمیدونم تلاکاری شده و نمیدونم چیش، یه زریح ساده 30 میلیون تومان، با اون 30 میلیون تومان چند تا خانواده میتونن زندگی کنن، میتونن حداقل شب بچه هاشون گرسنه نخوابه، میتونه چجوری با اون 30 میلیون تومان میشه بشه سرمایه برای یه بنده خدایی که میخواد کار کنه، میخواد اشتغال کنه، یه شغلی درست کنه، دو نفر دیگه کنارش زندگی کنن، از اون شغل با اون شغل زندگی کنن، خانواده شنو بچرخونن. آقای کریمی نمیدونم واقعا ما ملت ایران تا این مدت، من خودم چرا دروغ بگم، من مادرم براتون گفتم، مادرم چه بیمارستان بود، خریت منی که انقدر احمق بودم نشستم پشت دری که مادرم توی اون اتاقه دارم التماس میکنم خدایا فلانتی تو فلانتی زنیدونم نظر تو مادرم حالش خوب بشه. نفهمیدم اینقدر خر بودم، بابا در رو بزن نزار، اگه میخوان مسئولیت، میگن مسئولیت ما الان مادرت اینجاست، نزار بکشنش از اونجا بردار، ببر یه جای دیگه، ببر یه بیمارستان دیگه که بهش رسیدگی کنن. از خریت خودم میگم آقای کریم، یعنی الان تمام، یعنی وجدان من ساعت دقیقه نیست که من وجدان خودم رو لیبان نبرم که چطور من نشستم به خاطر یه ندونم کاری، یه خریت به تمام معنا به اسم مذهب. خدایا چطور، اگه واقعا خدا میگن خدا هست و خدا قادر و مهربونه، اگه بخواد کاری بکنه من بنده باید بهش باج بدم، باید نمیدونم بگم فلانکی به فلانکی نزد تو که چیزی که از دست خودم که بنده هم بر میاد، خودم که انسانم بر میاد، میتونستم مادرم رو نجات بدم، میتونستم ببرم بیمارستانی که بهش رسیدگی کنم. خیلی متشکرم. بله ببخشید، خیلی متشکرم، قطع کردم چون دوستانی رو خط هستن معطل شدن. دقیقا اینجوریه، واقعا اگر خدایی است چرا باید یا نس کرد یا اینقدر التماسش کرد؟ میلیون ها مشکل صبح شب همه مردم دارن و چرا این خدا همش به داد ثروتمندا و سرمایه‌دارا میرسه؟
خب مردم به چشم خودشون در واقع اینا رو دارن میبینن و به همین دلیله که خدا و مذهب و همه این چیزها رو میذارن کنار و چشمشون رو باز میکنن که واقعا راه نجاتشون با دعا و نذر و این چیزا نیست. راه نجاتشون متحد شدن، مبارزه کردن، متشکل شدن، خواستاشون رو دونستن، آگاهی پیدا کردن و از یه طریق دیگه میگذره. از طریق مذهب و مذهبی ها و سازمان های مذهبی نمیگذره. از طریق دولت مذهبی هم که دیدن چه به سرشون میاره. بنابراین یه نکته به هر حال عرصه‌های مبارزه باید لااقل اشاره بکنم. گفتم چند عرصه مهم، مسئله هوای آلوده که تو بسیاری از شهرهای ایران یا تقریبا تمام شهرهای ایران وجود داره تبدیل شده به یه عرصه اعتراض مردم. مردم پتیچی قدنامه جمع میکنن، امضا میکنن و یا زنجیره انسانی تشکیل میدن، تجمع میکنن، اعتراض میکنن. خود این شده یک عرصه مبارزه مردم و همینجور مشکل آب، کمبود آب که در بعضی از شهرها منجر به اعتراض مردم شده. یه عرصه دیگه مسئله کلن بازنشسته هاست و معضلات عدیدهی که دارن و بیمه هاشون رو خیلی از کارفرماها ندادن و خوردن و سهم خودشون رو کارفرما نداده و در حالی که حاصل استثمار کارگرا بوده، بخشش باید صرف بیمهشون میکرده که راحت بتونن بیمه بازنشستگی بگیرن و نتونستن بگیرن و تازه اونایی که میگیرن یک چندرغازی که گوشه کوچیکی از زندگیشون رو تامین نمیکنه و در این حال گرون شدن قبضه آب و برق و یک عرصه مهم مبارزه مردم که پول جمع اعتراض بکنن و پول قبضه آب و برق و گاز رو نپردازن و که میلیون ها نفر همین الان در واقع نمیپردازن و دارن مقاومت میکنن. اینا در واقع گوشه ای از عرصه‌های مبارزه مردمه. زنا، مبارزه علیه مذهب، مبارزه جوانا، مبارزات کارگرا، مبارزه خانواده زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی به طور خود زندانیان علیه اعدام، کلن زندانی ها غیر سیاسی و غیر سیاسی و همه اونا و بی‌حقوقی‌هایی که دارن، مسئله آلودگی هوا، مسئله بازنشستگی ها، خواستای مهمی مثل طب رایگان، تحصیل رایگان، آزادی بی قید شرط بیان و عقیده و اینا گوشه هایی از خواستای عرصه‌های مبارزه مردم، جبهه های مقاومت و مبارزه مردم و در این حال بخشی از خواستای مردم در واقع تو این زمین ها روشن و آشکارتر هست موقعی که اهمیت بدیم. مسئله مهم اینه که بدونیم که همه این مبارزات به ما مربوطه، به هر شکلی که میتونیم تقویت کنیم، تشویق کنیم، دفاع کنیم، از حداقل کاری که میتونیم بکنیم، از خواست زنا، از خواست جوونا، از خواست آزادی بی قید شرط بیان و عقیده، از برابری زن و مرد، از لغو مجازات اعدام که میتونیم دفاع کنیم در محافل و جمع و این خواست رو روشن‌تر کنیم. بفرمایید عزیزم صحبت کنید. الو بفرما. درود بر شما جناب کریمی. درود به شما عزیزم، بفرمایید. جناب کریمی، میخواستم ببینم نظر شما در مورد این صحبت های اخیری که جمهوری اسلامی میخوان نماد شیر و خورشید رو به نام خودشون ثبت کنن و از اپوزیسیون خارج کشور بگیرن، نظر شما چیه؟ بفرمایید. نظر خود شما چیه دوست عزیز؟ من فکر میکنم اینا میخوان اپوزیسیون رو تضعیف کنن با این کارشون و این شیر و خورشید رو برام خودشون ثبت کنن. این یک راهی و یک حرکتی بر ضد اپوزیسیون. خیلی ممنون دوست عزیز. به نظر من گوشه از مسئله همینه و متاسفانه یه بخشی از اپوزیسیون اینقدر مسئله براشون شیر و خورشید و نمیدونم ایران ایران کردن و خاک مقدس ایران کردن و اینجور چیزا اینقدر براشون مهمه که اینا میشه حتی مشغله شما، مسئله شما، ممکنه به اصطلاح حتی ضعیفشون هم بکنه، نمیدونم. ولی اولا جمهوری اسلامی به نظرم دیگه اون اعتبار رو نداره که بتونه حتی عقب مونده ترین بخشای اپوزیسیون رو با این کار ضعیف بکنه. دیگه حنای جمهوری اسلامی رنگی نداره. احمدی نژاد هم سعی کرد یه از این قیافه ها بگیره ولی نگرف کارش. اون مشایی رو یادتونه، همکارش بود، معاونش بود، خیلی رو ایرانیت سعی کرد تاکید بکنه به جای اسلامیت ولی کارش نگرف. به نظر من هیچ بخشی از اپوزیسیون حتی عقب مونده هاش هم توجه نکردن. ولی به نظر من مسئله مردم ایران نیست. مردم باید گوش ندن. این هم مثل مزخرفات دیگه که میگن چه اهمیتی داره حال جمهوری اسلامی بگه شیر و خورشید این هست یا اون هست. مردم باید این خاص شما نیست که بگین شیر و خورشید مال حکومت هست یا مال حکومت نیست، یا دفاع کنین یا نکنین. این پرچم شیر و خورشید و پرچم الله نشان همه اینا رو بسپارین به خودشون، از خواستاتون دفاع کنین.
خواستی که زندگیتون صبح تا شب میخواین. بلند میشین میبینین مسکن درستی ندارین. خواست مسکن دارین. تب ندارین. بیمه ندارین. آزادی ندارین. اینا خواسته که باید در موردش راحت تر صحبت بکنین و خواستاتون بنویسین. به نظر من شما اگر میخواین ضعیف نشه و پوزیشن تحت تاثیر این حرفا و شیر و خورشید اینا رو اهمیت ندین و گوش نکنین. هیچ اهمیتی نداره راستش. بفرمایید عزیزم صحبت کن. الو بفرمایید. الو صحبت کنین دوست عزیز. متشکرم. بفرما. زنده باشین. بفرما. زنده باشین. صحبت شما چی؟ مملکت ایران و این آخونده واقعا خراب کردن. واقعا ملت همه بیچاره شدن. بدبخت شدن. یه منو پول داریم آقا رد کنیم. خیلی متشکرم دوست عزیز. بالاخره مملکت رو اینا خراب کردن و باید اینا رو سرنگون کرد تا مملکت رو درست کنه. مانع خوشبختی مردم این حکومت وگرنه امکانات هست. یه عده که میگن نمیتونن همه خوشبخت باشن، همه کار داشته باشن، فریب. یا حامیان همین حکومت هستن یا حامیان بالاخره سرمایه‌دارا و حاجی بازارا و بازاریا و میلیاردرای بازار و میلیارد گردن کلفته این مملکت. میشه این حکومت رو بذاریم کنار، این سیستم رو از بین ببریم، یه حکومت شورایی، یه حکومتی که مردم کار بکنن و حاصل کارشون بشه رفاه برای همه مردم. دیگه نه مشکل طب داشته باشن، نه مشکل تحصیل داشته باشن، نه مشکل مسکن و نه مشکل صرف هزینه‌های مملکت به واسه مؤسسات مذهبی و مراجع مذهبی. این مملکت نیروی کار به حد کافی داره، نیروی کار متخصص به حد کافی داره، امکانات داره، زمین داره، آب داره، معادن داره، همه جور امکاناتی داره واسه اینکه بشه یه جامعه خوشبختی ساخت. به شرطی که اداره مملکت دست یه همچین حکومتی نباشه. به شرطی که یه حکومتی بیاد که منفعت مردم، همه مردم، همه انسان‌ها مد نظر جلو اساسی ترین شعارش باشه و اساسی ترین خواستش باشه. و نه اینکه قول بده خود مردم تو حکومت باشن. به همین دلیل میگیم حکومت شورایی، یعنی مردم در دانشگاه، دانشجوها و استادا بشینن در مورد رئیس دانشگاه، در مورد اداره دانشگاه، در مورد مسائل مختلف مربوط به دانشگاه با هم تصمیم بگیرن و با هم اجراش کنن. نه یکی دولت بفرسته بگه ایشون رئیس دانشگاه هر کار خاص بکنه و دانشجوها اگه نخواستن اعتراض کنن. نه، دانشگاه رو با هم اداره کنن، کارخونه رو کارگرا و مهندسا و متخصصایی که هستن با هم اداره کنن، مدرسه رو معلم ها و دانش آموز ها به کمک همدیگه اداره کنن و همراه با خانواده های بچه ها، چون بچه ها خیلیشون هنوز کوچیکن و امکان تصمیم گیری و قدرت تشخیص ممکن نداشته باشن. بیمارستان ها رو پرسنل بیمارستان بتونن در موردش تصمیم بگیرن و نماینده های مردم در همین نقاط شورای محلی که دارن نماینده هاشون برن به شورای شهرستان رو تشکیل بدن، نماینده های شورای شهرستان برن نماینده های شورای سراسری تشکیل بدن و هر وقت مردم نخواستن این نماینده ها رو عوض کنن. آزادی بیان داشته باشن که مردم بتونن روزنامه درن و بتونن حرفشون رو بزنن، بتونن راجع به هر مقامی انتقاد بکنن، افشاگری کنن، بگن اینا نماینده منافع ما رو خوب نمایندگی نمی کنن. اگه مردم آزادی داشته باشن هیچ حکومتی علیه مردم راحت نمیتونه دوام بیاره. شوراها اگه سر کار باشن و مردم آزادی بیان داشته، همین دوتا شورا باشه آزادی بیان هم مردم داشته باشن، مردم سره رو از ناسره تشخیص میدن، درسته از غلط تشخیص میدن. یه احزابی مثل ما هستن که منفعت واقعی مردم رو بذارن جلو مردم و مردم بگن ما خانه این مطالبات هستیم، خانه این حرف هست. این اجرا میتونه بشه به این دلیل که میتونه رفاه واسه همه مردم باشه. میتونه اگه یکی اومد گفت تب نمیتونیم رایگان کنیم و پول نداریم، میگه نه میشه. پولی که میلیاردها دلاری که داره صرف مؤسسات مذهبی و ترور و صرف گله آخوند و صرف نیروهای مسلح و سرکوبگر میشه، اینا رو نمیخوایم. نیرو مسلح نمیخوایم، زندان نمیخوایم، شکنجهگاه نمیخوایم، آخوند نمیخوایم، زریح و امامزاده نمیخوایم، چای چمکران نمیخوایم، پول به تروریسم هم ندین، میشه همه اینا رو درست کرد. یه عده هستن که اینو بگن و مردم گوش میدن به این حرف. باور کنین 99% مردم میگن اینا درسته و اینا باید اجرا بشه. بنابراین مهم اینه که آزادی بیان وجود داشته باشه، آزادی بی قید شرط بیان وجود داشته باشه و شوراها مهمترین ضامن این هستن که از آزادی صیانت بکنن، دفاع کنن و نگذارن یه اقلیتی بیاد. مهم اینه که مردم نگن رأی میدیم به 4 نفر بیان دولت تشکیل بدن و خودمون میریم خونه.
مردم ما کاری که میخوام بکنیم اینه که مردم در هر محل، در هر دانشگاهی، در هر کارخانه شورای خودشون تشکیل دادن بشن رهبران در واقع اداره کنندگان واقعی جامعه در هر در سطوح محلی یا سطوح سراسری. کانال جدید دوست عزیز بفرمایید. سلام آقای کریمی، خسته نباشید. سلام به شما، خواهش میکنم. که دارم برنامه شما رو نگاه میکنم، از شما تشکر میکنم برای این سالها زحمتی که دارید میکشید در جهت روشنگری و آگاهی مردم، و میدونم با تمام مشغله‌ای که دارید، کار خودتون، زندگی خودتون، تحصیلاتتون، همینطور وقت میگذارید برای آگاهی مردم، واقعا زحمت میکشید، دستتون درد نکنه. درود میفرستم به شما، درود میفرستم به تمام اونهایی که آزادی خواه هستن و دلشون به هر حال میتپه، قلبشون میتپه برای افشار زحمتکش جامعه. درود صحبتهایی که میکنید واقعا دیگه اینقدر مطلب رو ادا میکنید که دیگه جایی برای بحث نمیگذاره. منم میخوام بگم که اون مردم باید خواستهای خودشون رو به هم گره بزنن. جنبش های کارگری، جنبش های زنان، کودکان، اینها همه باید با هم گره بخوره و خواستهاشون مطرح بشه. اون کشور به اندازه کافی معادن، ذخایر و ثروت داره که کفاف مردم رو بده. و گاهن گفته میشه که خب این همه نابسامانی و آسیب اجتماعی در اثر نداشتن فرهنگ کافی، گاهن گفته میشه، ولی ما باید بدونیم که فرهنگ و اقتصاد به هم گره خورده. در واقع اقتصاد پایه اصلی هست که میتونه در جهت تمام این خواسته های مردم قرار بگیره و مردم اجازه ندن یک سری مفتخور و بیکار از اون ذخایر استفاده بکنن و میلیاردی به جیبشون بزنن و مردم خودشون توی اون خفت و خاری زندگی بکنن. میبینیم که این همه آمار جرم و جنایت کشورمون داره روز به روز زیادتر میشه و اینا همه نابسامانی‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی به وجود آورده اونجا بر اثر ندانم کاری، بر اثر اینکه واقعا یک مش آدمی هستن که نمیدونم که واقعا چی بهشون گفت، یه مش وحشی که فقط به فکر جیب خودشون و منافع خودشون هستن و اگر نمیتونن کاری بکنن خیلی راحت برن کنار و کار رو بسپرن به دست کسانی که میتونن و میتونن به هرحال توزیع ثروت رو در اون کشور به دست بگیرن، توزیع عادلانه ثروت رو به دست بگیرن و این همه ما نابسامانی آسیبای اجتماعی نداشته باشی. ممنونم که به من وقت دادید، خسته نباشید و روز شما بخیر. خیلی متشکرم دوست عزیز، تشکر میکنم از لطفتون، دستتون رو میفشارم و چند دقیقه پایان برنامه باقی مونده. من توضیحاتی رو دوستم یک نکته مهم انگشت بگذارم که صحبت همین دوست عزیزمونم بود که چجوری مبارزات بخشای مختلف مردم چجوری میتونه گره بخوره. اون خانمی که اول برنامه در واقع صحبت کردن گفتن موانع رو بیشتر توضیح بدیم، من میخوام روی یک مانع مهم توضیح بدم. مبارزه مردم، بنابراین اولا خواستم این تصویر رو بدم که نگیم مردم بی بخارن، اعتراض ندارن. مردم با تمام وجود علارغم فقرشون، علارغم بدبختی، علارغم کار طاقت فرسایی که اونها که شاغلن باید بکنن، علارغم نگرانی ها و ناراحتی های انواع ناراحتی های روحی و فکری که مردم دارن، ولی به اشکال مختلف در تمام زمینه ها یه جور دارن مقاومت میکنن، یه جور دارن دهنکجی میکنن، اعتقاد خودشون رو عوض میکنن، مذهب رو میذارن کنار، حجاب رو میندازن و ضعیف میکنن، اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن، فحش میدن به سران حکومت. به هر حال به اشکال مختلف مردم دارن اعتراض میکنن. و تو این سالهای گذشته به نظر من مردم یه تغییر خوب دیگه که اتفاق افتاده اینه که قدر مبارزه همدیگه رو بیشتر میدونن. کافی نیست این که هنوز خیلی ممکنه دفاع نکنن، خیلی محکم کاری نکنن، ولی فهمیدن و این قدم مهمتر مسئله، خود این آگاه شدن به این مسئله است. دیگه نمیگن کمتر به نظر من یک کارگری میگه جوان اعتراض میکنه به من ربطه، میفهمه جوانو، میفهمه ازش دفاع میکنه.
لااقل میفهمدش، لااقل حق بهش میده. و زنی که داره اعتراض میکنه به نظر من میدونه کارگری که تو کارخونه داره اعتراض میکنه و مردم فقیرن و مردم زندگیشون نابود شده به خاطر چپاول اقلیت مفتخور، درک میکنن هم دیگر. مردم به این معنا مشکلات همدیگر رو درک میکنن و اونقدر وضع اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق مردم شبیه هم شده که این یه وجه مشترک قوی تری بین مردم به وجود اومده. طبقه کارگر بسیار گسترش پیدا کرده، اکثریت قریب به اتفاق مردم در واقع توی زندگی فقر و بدبختی و اینا شریک شدن و شباهت زیادی داره الان زندگیشون هم دیگه. منتها این مبارزات مختلفی که وجود داره که کم هم نیست و میلیونی هست، میگم میلیونی، ممکنه بگین اغراق میشه، اغراق میکنی. چند میلیون زن هر روز داره با سر حجاب داره مقاومت میکنه. چند میلیون نفر از شما ما همین کانال جدید و کانال های دیگر که ممنوع هست دارین نگاه میکنین و دیش ماهواره پشت خونه هاتونه. آیا اینا اعتراض و مقاومت هر روزه شما نیست؟ هر روز که این دیش هست یعنی اعتراض. هر روز که یه زنی با رنگ روشن و کم بی حجاب و کم حجاب میره بیرون یعنی اعتراض. هر روز اعتصابی که هر روز میشه 10 تا 20 خبر این کارخونه و اون کارخونه رو خون یعنی اعتراض. میلیون ها جوونی که مذهبو میزنن کنار یعنی اعتراض و مقاومت. بنابراین مبارزه کم نیست، ولی این مبارزات پراکنده میمونه اگر توسط یک حزبی به هم گره نخوره. اون رهبری هست که این اعتراضات مختلف رو به هم جوش میده و پیوند میده. به نظر من مردم خود به خود ممکنه از همدیگر درک بکنن، دفاع کنن، ولی اینجوری نیست که جوونی که محیط زیست خوب میخواد، آزادی میخواد، میخواد موزیک مورد علاقهش گوش بکنه و بتونه دست دوست پسرش یا دوست دخترش تو خیابون بگیره و فضولی نیاد بار سرش دخالت بکنه و اذیتش بکنه و دستمن به دستش بزنه. خود به خود اینا متحد نمیشن، خود به خود اینا اونا رو فراخوان نمیدن یا کارگرها بگن جوونا رو، یا جوونا کارگرها رو فراخوان بدن بگن امروز میام بیرون و انقلابمون شروع میکنیم، اعتراضاتمون شروع میکنیم. این یک حزب میخواد، یک رهبری میخواد. یک رهبری است که این جویبارهای مختلف مبارزات مردم رو میتونه به هم پیوند بده و یک رود خروشانی درست بکنه. این یک رهبری است که باید با بلند کردن پرچم خواستای زنا، جوونا، کارگرا، معتقدین به مذاهب دیگه، زندانیا، خانواده‌هایی که نگران اعدام عزیزانشون هستن و بخشای مختلف مردم رو، پرچم خواستای اینا رو بلند کنه و بگه مردم بیاین هم صدا اعتراض بکنیم، فلان روز بیاین خیابون. این یک حزب قوی باید ساخت. این حزب هست، باید تقویتش کرد، باید بهش پیوست. اگر نجات میخوان راهی جز این نیست، اگر میخوایم از شر بدبختی و فقر این حکومت راه بشیم، باید این کارو بکنیم. نمیتونیم بدون این، نمیتونیم بدون این متحد نمیشیم. بدون این انقلاب اون معلوم نیست کی صورت میگیره و معلوم نیست اگه صورت بگیره چه اتفاقی بعدش میفته. شما این حزب رو دیدین، خواستاشو دیدین و رنگ این حزب به خودتون به خیلی از خانواده ها خورده شده دیگه. به نظر من آدمی که یک بار آزادی تجربه بکنه یا خواستای مهم خودشو بشناسه دیگه بر نمیگرده. آدمی که به این نتیجه برسه که طب میتونه رایگان باشه و حقشه، 6 ماه بعد نمیگه نه همین طب خصوصی خیلی خوبه، مخصوصا توی این حکومت که میبینه چه خبره. آدمی که میدونه که زن حق داره آزاد باشه و این حجاب لعنتی اجباری رو بذاره کنار، دوباره 6 ماه بعد بر نمیگرده. میفهمم تک و تو کسایی که مزدور میشن و هر کاری میکنن، ولی اکثریت عظیم مردم موقعی که آگاه میشن بر نمیگردن، جامعه جلو میره. ولی این جلو رفتن خود به خود منجر به اتحاد همه مردم نمیشه، خود به خود منجر به این نمیشه که مثلا جوونی که محیط زیست میخواد خواستای زنا و همه رو بنویسه و مردم رو رهبری کنه، یا زنایی که حقوق خودشون میخوان کل جامعه رو رهبری کنه. اینا بسیار مهمه، اینا جویبارهای مبارزه مردمه که اگه نباشه اون رود خروشان وجود نداره. ولی این رود خروشان میتونه یک رهبری که مورد پذیرش بخش زیادی از مردم در اومده، اعتماد بهش کردن، قبولش کردن، شعاراشو مینویسن، با هم دیگه در موردش حرف میزنن، از خواستاش دفاع میکنن، میگن حرف دل ما رو داره میزنه و کم کم آوازه اون حس تو هر خونه‌ای، تو هر مدرسه‌ای، تو هر دانشگاهی، تو هر کارخونه‌ای، تو هر محله و شهری بپیچه. بدون این نجات امکان پذیر نیست، بدون این رهایی امکان پذیر نیست، بدون این بخش‌های مختلف مبارزه مردم، این جبهه‌های مختلف مبارزه مردم که بسیار زیاد هست و شکوهمند واقعا، ولی بدون اون رهبری که اعتماد مردم رو جلب کرده باشه، این مبارزات تبدیل نمیشه به یک رود خروشانی که بساط جنایتکاران، بساط جانیا، بساط این ظالما رو به هم بریزه و خوشبختی رو در جامعه ایران حاکم بکنه.
بنابراین من به عنوان آخرین کلامم امروز میخوام بگم به حزبتون بپیوندید. این راه نجات شماست. فردا هم همین برنامه رو همکار عزیزم شهلا دانشور ادامه میدن. امیدوارم فردا مثل امروز بیان تو برنامه پرشور شرکت بکنین، دوستانتون رو خبر کنین، اظهار نظر بکنین راجع به مبارزات خودتون، راجع به اهمیت مبارزات بخش‌های مختلف، راجع به اینکه چجور میشه این مبارزات متحد کرد، با هم بیشتر هم فکری بکنیم، صحبت بکنیم، بحث بکنیم. شب شما بخیر. اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم.